بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، نه آقا چهارشنبه است. گفت که آبمون شد واتر، نونمون شد برد، یه شنبهمون شد ساندی، همه چی قاطی پاتی. اتفاقا دیروز با داداش آقای هادی خورسندی، نمیدونستم که مانی خورسندی داداش هادی خورسندیه، یکم کلکل کردیم و حالا شاید دعوتش کنم یه روزی بیاد ببینیم که این چرا فکر میکنه برنامه تلویزیون باید دردی از مردم رو دوا کنه. مگه اینجا درمانگاه یا شفاخانه است یا بیمارستانه؟ و این چه درد مزمن و قدیمی دوچار ما شده یا گریبان ما رو گرفته که همش نشستیم یکی بیاد، دیدی یک خودکار بهت میدن میگی بیا اینو داشته باش شاید به دردت بخوره. آقا مثلا من چه دردی دارم؟ کمبود خودکار، این یه درده؟ عجب ملتی هستیم، عجب فرهنگی داریم. و اما میگه اگر مرغ ها رو نگه داشته بودی الان کالیفرنیا با قیمتش یک ملک خوب میخریدی. نه، این نشون میده که مملکت خر تو خر بود، شیر تو شیر بود. یعنی یکی دو سال بعد از انقلاب بود که این دولت آمده بود و اون وامای آقای بنی صدر 10 تومن بده 100 تومن بگیر، 20 تومن بده 200 تومن بگیر، 30 تومن بده 300 تومن بگیر، که الحمدلله ما هیچ کدومش هم نداشتیم، ما 10,000 تومن هم نداشتیم. ولی جالبه، مثلا تیمسار اوسانلو میگه آقا یه تیک زمین به من بدید من میخوام برم کشاورزی کنم. خدا رحمتش کنه، آدم بسیار خوبی بود و به اون نمیدادن بگن برو کشاورزی کن. به معلمه میگفتن تو حالا برو صبح درس بده بعد بیا اینجا مرغداری کن. من نمیدونم اینا کپی چه کشوری رو برداشتن. امروز داشتم برنامه آقای توکلی رو نگاه میکردم و میگفت ای کاش شاه اینها رو، چون ایشون یکی از اونایی که خودش رو در وقوع انقلاب مسئول میدونه و خودش رو هم سرزنش میکنه، مثل اونای دیگه نیست، همه شور حسینی ورشون داشت انقلاب کردن بعد گفتن نه آقا ما نبودیم، ما فلسطین بود. ما که تکلیف اون معلوم، الحمدلله با تاریخ داریم که مأمور حکومت نظامی شاه اسلام پناه بود. بله، خلاصه میگفت که اگر شاه می اومد و یکی یه سفر مجانی به این کمونیستا و طرفدارای سوسیالیسم اینا میداد، میگه آقا برو روسیه یه ماه هم اونجا برای خودت زندگی کن، بچرخ. این کلمه بچرخ اگه خش رو برداری میشه بچر، برای خودت بچر بعد بیا. میگه وقتی ما می اومدیم زمین ایران رو هم میبوسیدیم، ولی اینها هی میگفتن نه اونجا نرو اونجا نرو، ما فکر کردیم او بهشت برینه و ما رو من میکنن. ممنونم آقای دکتر شهرام ایران بومی از آلمان نوشتن سلام بر شما و اطلاع رسانی های خوب شما از آلمان زیبا. حالا شما اینقدر این آلمان به رخ ما نکش آقا، بلند میشم میام، میخوام یه اسپانیا هم برم، اون جزیره است چیه کاتالیونه چی بود دعواشون بود، اونجا برم بلکه بتونم آشتیشون بدم. بله، میگه روسیه ویزا نمیداد. خب ما داریم همینو میگیم، اینا باید یه کاری میکردن، یه جوری تدارکاتی تهیه میدیدن، میگفتن آقا ما یه سری داریم خیلی دلشون میخواد کمونیست بشن، چطور بفرستیم 6 ماه بیان اونجا؟ خب روسیه میگه بیان، میرفتن اونجا میدیدن آقا اونجا بس خراب برمیگشت. دستم ممنون و متشکرم. میگه دیوار برلین رو هم اگر نگه داشته بودن الان ترامپ میذاشت برای مرز مکزیک این همه هم دعوا نمیشد. آقا ترامپ نگو، بلا نگو، ذلیل مبتلا بگو، دهنش سرویس شده. دیروز این منفورد هست، یه آدم یه اینجوری یه وری راه میره، بعد گفته منم همکاری نمیکنم با این بازرسای مخصوص، امیدش اینه که ترامپ ببخشتش، پاردن یعنی بخشیدن. و دیروز من فکر میکنم این پول به وکلاش نداده، وکلا این نامه های محرمانه رو فرستادن بیرون
و معلوم شد که اوه اوه کلوژن چی چیه. کلوژن اینجا من چون مأمور بیمه بودم، یعنی فروشنده بیمه بودم، میگفتن کلوژن ان چیز خب در اصل برخورد و اینا رو میگن کلوژن. شاید این کلش هم بعض وقتا از این میاد، نمیدونم در اصل اسپلشون چیه. حالا اینا میگفتن که ما میخوایم ببینیم که اینها با هم تبانی و اینها کردن، اصلا از تبانی بالاتر رفته به کانسپیرسی، دسیسه. میگن آقا تو رئیس انتخابات این مردک دیوانه شارلاتان بودی، برداشتی همه چی رو بردی دادی به اون زن وکیله که در رفت از اینجا، اون چه حرومزاده‌ای بود، در رفته رفته روسیه. و یه نفر که مال نه سرویس مخفی ضد، نه اطلاعات روسیه، به اصطلاح اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش روسیه، و اینا قشنگ تو این نامه ها نوشتن که ما میخوایم ترامپ رئیس جمهور بشه. یعنی ترامپ اگه دیشب اون 9 دقیقه‌ای که صحبت کرد، اولا اینایی که یتیم میشدن، من هیچ وقت معنی یتیم بلد نبودم تا اینکه شوهر عمم فوت شد، آقای گلریز خاتمی خدا رحمتش کنه، و دوتا پسرش کامران و حیدر، اینا وقت تو خانواده میگفتن اینا یتیمن، باید مواظبشون باشیم و اینها، وضعشون از ما خیلی بهتر بود الحمدلله. باباشون براشون پول زیادی گذاشته بود، و البته یه دلیلی هم شد این بنده خداها یه مقداری اسپویل شدن. و میگه commented on the status، آهان سم ببینیم چی گفته، نمیدونم شده فیوژن هست شکافت هسته‌ای، متوجه نمیشم یعنی چی شده فیوژن هست. فیوژن یا اون کلمه فیوز هم بود تو ایران میگفتن، اینجا بعضی وقتا وقتی یه چیزی رو میچسبونن به هم میگن فیوژن. مثلا یه کسی مورهای گردنش اشکال داره، میگنش 3 تا مورش رو فیوژن کردن فلان اینا. کلوژن ان کالیژن، بله این کدومشه برای اینا استفاده میکنن. من خودم چون وقتی که بیمه داشتم، براتون یه چیز جالب بگم، من چند تا کلاس رفتم و شما رو تشویق میکنن که خب حالا که دفتر بیمه داری، بیمه لایبیلیتی ان چی میشه، لایبیلیتی ان پراپرتی ان کلوژن پی ان سی، خلاصه میگفتن بیمه هلت و بیمه لایف هم بخن. هلت که کسی میخواد بیمه بخره، خب یه چیزی میگفتن مثلا کایزر اینقدر، سیگنا اینقدر، فلان. ولی اون لایف خیلی مواظب باشید. بیمه لایف اولا تبانی، کالوژن میگه تبانی. بعد اون یکی خیلی ممنون به ما تو اون کلاسی که رفته بودیم، اول میری یه کلاسی چند روز بهت یاد میدن، بعد یه امتحانی میکنن، بعد بهت لایسنس میدن، یعنی همون لیسانسی که ما تو ایران میگیم. اینجا برای هر آشغالی به شما لایسنس میدن، میخوای لوله‌کش بشی لایسنس بهت میدن، میخوای سیمکش بشی لایسنس بهت میدن. و ما ایرانیای بدبخت وقتی یه نفر میرفت 4 سال درس میخوند بعد از دیپلم، که همه هم میدونستن چه دانشگاه‌های ایران چه دانشگاه‌های خارج، اینا درسی به اون صورت نمیخوندن، ولی کمک خوبی بود که یاد بگیرن تو اجتماع چجوری به اصطلاح با مردم رفتار کنن. که البته آمریکایی‌ها الان به این نتیجه رسیدن بهتره بعد از دیپلم بچه‌ها برن یه سالی تو بازار، تو مارکت کار کنن، بعد بیان برن دانشگاه، بماند حرفا قاطی شد. اون استاد ما اصلا از رو کتاب به ما یاد میداد، میگفت هر کی آمد تو دفترتون بیمه ماشین، لایبیلیتی تو ایران میگفتن بیمه شخص ثالث، نه؟ الان من نمیدونم شخص ثالث یعنی چی؟ اینجا که اومدیم گفتن لایبیلیتی، لایبیلیتی یعنی شما مسئولیت اون ماشین اونوری رو داری، اگه تقصیر کار باشی بزنی با اون پول. خلاصه میگفت که هر کی آمد داری براش بیمه ماشین بهش میفروشی، اولا سعی کن اون به اصطلاح یادمون رفته خدایا، اون تشویقش کنی اونای دیگر هم بخره، چون بیشتر به اون کامیشن میدادن اینها. و خلاصه من بهشون گفتم میدونی چیه، من اصلا این کار بیمه که آمدم برای اینی که شرکت های بیمه به ما اذیت میکردن و پول زیادی از اون میگرفتن،
دیدید خیلی از ایرانی ها رفتن این لایسنس خرید و فروش خونه رو خریدن برای خودشون و فامیلا و اینا، خونه میخرن که اون 6%، 4%، 3%، 2% کمیشن رو ندن. ما یکم این صندلیمونو بیاریم بالاتر. بله، خلاصه این استاده برای ما داستان تعریف میکرد، میگفت هر کی آمد براش بگو که همین چند روز پیش یکی از دوستای ما مرده و این نه وصیت گذاشته و نه بیمه داشته، الان خانوادهش خیلی نگرانن، ممکنه خونهشون رو از دست بدن. من یک کم نگاه کردم گفتم یعنی ما هر هفته باید تو آفیسمون، تو دفترمون که نشستیم منتظر باشیم یه بنده خدایی با پای خودش بیاد توی این چرا اسم بذاریم آفیس؟ اسم بذاریم ترپ. ترپ یعنی دام. یه دامی گسترده کردیم، درش هم باز گذاشتیم، این که آمد تو میشینیم. گفتم نه آقا من نمیخوام، من اون هلت اند لایف رو نمیخوام. الانم یادم نی، اینا همه چیزا رو خلاصه میکنه. خلاصه من پی اند سی گرفتم، پراپرتی اند کلوژن، و چند سالی هم بودم، پول خوبی هم میساخت، ولی دیدم ای داد بیداد اسیر شدم توی اتاقی واقعا همین 10 یا 12 در 12. خب دوستان عزیز، حالا که نقل اتاق هست و اینها، ما به زودی از این خونه ای که 15 سال توش بودیم، این قصری که جمهوری اسلامی برامون خریده بود، داریم میریم به یک منزل کوچکی، چون بچه ها بزرگ شدن، رفتن، نوه دارن، خونه خودشون دارن و این خونه برای ما بزرگه. تو آمریکا رسمه، بهش میگن داون سایزینگ، یعنی اندازه رو کوچیک میکنن. ما 4 تا 5 تا اتاق همش خالی باشه برای چی میخوام؟ هی گرم کن، هی سرد کن، ماه تا ماه از اون اتاق ما رد نمیشه. مهمون داشته باشیم تو اون اتاق شام میخوریم، باقی شبش تو آشپزخونه است. خلاصه اگه کسی خونه میخواد در فیرفکس بخره، آخر این ماه خونه ما برای فروشه و ما میریم از اینجا. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، ولی هستیم اونجا، باز برنامه براتون اجرا میکنم. خب این هم از این ماجرا. کجا بودیم؟ چی میگفتیم؟ امروز ساعت 3 بعد از ظهر گفتار عقل بشر شماره 84 رو براتون پخش میکنم و چند تا فیلم براتون دارم نشونتون بدم. متاسفانه آقای بیژن سمندر، این همشهری خوب ما، شاعر قدیمی، فوت شد و من تا دیروز که سعید از کالیفرنیا نوشت که برنامه دوشنبت رو دیدم و چیزی راجع به آقای بیژن سمندر نگفتی، خبر نداشتم. ولی بعد که نگاه کردم دیدم وبسایت ها یکی پس از دیگری آمدند و نوشتند. جالب اینه که من چند سال پیش شماره تلفن ایشون رو از دوستان گرفتم و خواستم باهاشون صحبت کنم و به من گفتن که مریض هستن، حالشون خیلی بده و حتی نمیتونن صحبت کنن. یعنی حالا اون دیگه من نپرسیدم چه مریضی دارن و اینها، ولی ایشون گویا 81 یا 82 سالش بوده. و من یادمه داداش من وقتی که آمده بود آمریکا قبل از انقلاب و اینها، همسرش و دخترش و اینها هم باهاش بودن، ما وقتی اون موقع سوال میکردیم چی میخواین و اینها، گفت که یه دونه کتاب شعر بیژن سمندر رو برای ما بفرست. یعنی جزء چیزای دیگه ای که حالا از ایران میخواستن. اون وقتا خیلی چیزا نبود تو آمریکا، الان همه چی هست و حسن آمریکا همیه. خب آقای رجبی میگه که آقای سربیا عزیز سلام، و من هم در کلاس های بیمه شرکت کردم و به ما در کلاس میگفتن که اول از نزدیکترین افراد در خانواده بهترین مشتری های شما هستن، پدر و مادر و برادر و دوستان و دوستان و دوستان و دوستان و دوستان. و راست میگی. من پسرم هم یه مدت رفت تو کار بیمه و اون هم همین جوری بود. اصلا یه برنامه میذارن میگن که مهمونی بدین، دوستانتون رو جمع کنید، فامیل رو جمع کنید، که هی یکی یکی نخواین برای همه بگین براشون. همین الان اگر قبلا بود بردم کاغذ رو گذاشتم اونجا، نامه ها میاد که برای بازنشستگی بیان فلان دانشگاه $40 هم بدین بازنشستگی یادتون بدین. شکر خدا رو که نمیگن بیان میخوام نشستتون رو باز کنیم، اون دیگه خیلی بده، پول بده نشستم باز بشه. خلاصه بازنشستگی یادتون بدیم. اون یکی دیگه کلاس میذاره میگه بیاین ما یادتون بدیم چگونه شما هم مثل ترامپ
یا به قول مانوک خدابخشیان ترامپ رونسانس یا برنامه مانوک خدابخشیان گوش کنید، خیلی جالبه. هر برنامه ایش یه جوری این دو سه تا کتابی رو که خونده و این اسم دو سه تا فیلسوف و دانشمندی رو که بلده حتما باید بچپونه توی اون گفتگوش. من یاد موقعی میفتم که کلاس زبان آلمانی میرفتم یا اینجا کلاس زبان انگلیسی میرفتم، وقتی که شما یه کلمه جدید یاد میگیری امکان نداره تا آخر شب اون کلمه رو در یک جمله‌ای به کار نبری، چون میخوای که هم یادت باشه توی ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و اینا بمونه. در هر صورت ممنون و متشکرم. بله این واقعا بیمه چیز خوبیه. خود من تا موقعی که بچه هام سنشون زیر 18 سال بود و اینها، با وجودی که همسر من کار میکرد و اینا، یه بیمه خریده بودم، بیمه لایف. اگه میخواین بخرین شما نیاین یه دفعه مثل هنرپیشه ها برین بیمه بخرین 5 میلیون. اگه اشتباه نکنم یه مدت میگفتن جنیفر لوپز باسنش رو بیمه کرده. آخه من نمیدونم مردش رو باسنت رو نبرن. باسنت رو بیمه کردی یعنی چی؟ اگه تصادف بکنی سرت زخم بشه اب نداره، ولی اگه باسنت زخم بشه من نمیفهم. در صورت دو سه نوع بیمه هست، یکیش بهش میگن بیمه لایف، یکی بهش میگن بیمه یونیورسال. یونیورسال اونا یه پولی از شما جمع میکنن، مای 1000 دلار اینها، بعد خیلی کلک توشه، شرکتایی هم هست که کلک کمتر توشه. ولی من رفتم اون موقع ها یه چیزی اول آمده بود، هنوزم اینترنت نبود، زنگ میزدی به اون شرکته و اون کامپیوتر رو اینها داشت، با شرایط سنی شما میگفت شما که مثلا سیگاری نیستی روزی یه آبجو هم میخوری، به اونا میگی من هفته یه آبجو میخورم، 40 سالت هست، اون موقع نه، اون موقع 30 چند سالم بود، 40 سالم هم نبود، مثلا ماهی 27 دلار میدی، ماهی 30 دلار میدی، 300 هزار دلار. معمولا یه چیزی خیلی جالبی تو آمریکا اینه، شما وقتی خونه مورگیج میکنی، یعنی خونه رو با پول قرضی میخری، با وام، ببخشید با پول قرضی اشتباهه، بری از دوستانت قرض کنی خونه بخری، با وامی که بانک بهت میده میخری، از یه حدی اگر بیشتر شما پول بذاری، اونا به شما نمیگن بیمه عمر بخر، از یه حدی کمتر، همش قانون داره، جدول داره، 10% تا 20% فکر کنم شما اگر پیش قسط بذاری، بعد اونا برای اون بهش میگن مورگیج اینشورنس. خیلی هم خوبه برای این زن و مردایی که با همدیگه یه خونه میخرن، اگه یکیشون فوت شد، مخصوصا اینجا چون دوتاشون به اصطلاح کار میکنن، اگه یکیشون فوت شد بلافاصله اون بیمه میاد، مثلا خونه شما خریدی 200 هزار دلار، 20 هزار دلار گذاشتی، توی چند سال گذاشتم 10 هزار دلار قسط پرداخت کردی، الان 170 هزار دلار هنوز بدهکاری، خدای نکرده همسرت، شوهرت، زنت فوت شد، اون 170 هزار دلار رو بیمه میده و شما یه خونه بدون قسط داری. یعنی چی؟ یعنی تازه خوشحالم میشی که زنت مرده، میگی یه خونه بدون قسط. و متاسفانه یکی از دلایل کشت و کشتار همسرا، دوست دخترا، دوست پسرا، پدر مادر اینا همین بیمه ها هست. بیمه میکنه طرف، یا طرف میره بدونی که اون بدونه براش بیمه میخره، بعدم میاد نمیدونم دارو نه این مواد ضد یخ ماشین رو میریزه براش تو نوشابه و میخوره. این کارا نکنینا، دیگه تمومش کردن اون موادی که میریختن میخورد و میمرد. خلاصه ببینید این داستانا رو نگاه کنید، ببینید چجوری زنه شوهرش رو میکشه، شوهره زنه رو میکشه، همش برای اینکه یه خونه بدون قسط گیرش بیاد یا یه پول بیشتر گیرش بیاد، تازه چیکار کنه؟ بره با دوست دخترش زندگی کنه. بمانه میگه بیژن سمندر از بیماری پارکینسون درگذشت. پارکینسون همینه که اختیار بدن دست خودت نیست. این آقای چیه تندره، من میخونمش تندرو، بیژن شارمهره کیه؟ این هم مثل اینجوری داره. یا اون هنرپیشه کی بود؟ مایکل فاکس،
خیلی هم بیچاره از جوونی اینجور شد، اولا یه مدت دستش میکرد تو جیبش که کسی نبینه و اینا، بعد الان آمده به مردم میگه که ما باید زودتر به مردم بگیم تا مردم خجالت نکشن و برن. آفرین به اینها. در هر صورت اون چی که مهمه، بیژن سمندر شاعر بود، به مردم شعر و هنر و شادی و اینها رو منتقل کرد و رفت. و سعدی میگه که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، یا باید بنویسه دوام او، یا اونی که میگه که نام نیک نمیره از چیز. و شعری هم هست آقای گلپا خونده، نمیدونم مال کیه: خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. اینا زندگی با عزت انجام دادن، که امروز هم که چند روزه فوت شده ازشون صحبت میکنیم. راجع به این آقای مانی خورسندی من گفتم، دیروز من یه چیزی رو توی فیسبوک، یه چیز جدید گذاشتن به نام واچ پاری، بعد اینو اون برای من میفرستن، فلانی برنامه واچ پاری داره، بیان آقای حسن اعتمادی رو که از پنتاگون پول گرفته برای خودش و دخترش و پسرش، بیان نگاه کنید، الان میخواد منجی و ناجی ایرانیا بشه. میگیم چش، میرم اونجا. ما گفتیم خب ما این کارو انجام بدیم. وقتی شما میخوای کار رو انجام بدی، باید یه چند تا، اینجا بهش میگن درای ران، یا ترای ران که نیست که، درای ران، تست کنی، آزمایش کنی. شما چلو کبابی که باز میکنی، روز اول فوری نمیدیسی گراند اوپنینگ، مردم بیان داخل، دوستان فامیل و اینا رو بهشون میگی بیان، یه دو وعده خوراک میپذی، اونا میخورن، اونا خوکچه هندی نیستن، اونا حقیقتا مثل سرآشپز چک میکنن، بهت میگن که این نمکش زیاد بود، اون میگه که آقا دونه برنجه کشیده نبود بنزه کافی، فلان اینها. و ما میخواستیم این کار انجام بدیم. برنامه مال پارسال، موقعی که اون کشتی چیچی بود مال ایرانی ها نزدیکای کره رفته بود پایین، حرف ها میزدن، نفتشو میگفتن میخواسته به کره جنوبی نبره، به شمالی ببره و فلان، نه آخرم اون بیچاره از بین رفتن، ما هم یادمون رفت. این آقای مانی خورسندی آمد نوشت که آقا این حرفا چه دردی از ایرانیا داخل ایران درمان میکنه. گفتم آقا بالای این برنامه نوشته که ما اینجا میخوایم امروز درداتون رو درمان کنیم. بعدم آقا این مال کیه؟ این که مال 3-4 سال پیشه. گفتم آقا این مال پارساله، هم به فارسی هم به انگلیسی تاریخ رو جلوش نوشته. شما اینقدر بی توجه هستی که به این گندگی نوشته و میپرسی، بعدم میگی اینا که 3-4 سال پیش. نشون میده که ای داد بیداد، من و شما چقدر بی خبریم. اینجا میگن هر کسی که از چشم رفت از ذهنم میره، اینم همین بود. و شما اینا یک ساله، ژانویه پارسال گویا همچین اتفاقی افتاد، اون موقع دیدید. میگه سربی سر جدت قسم، مثل چلو کباب، اسم چلو کباب نیار، یا مسئله چلو کباب نیار وسط. راستم میگی، راستم میگی. چش چش. باور میکنید من الان ساعت 2:30، امروز نهار نخوردم، 8 صبح نبود که آمدم یه صبحونه خوردم. یه نونای اینجا افغانی ها درست میکنن، میگن نون بربری ایرانی. من حالا نمیدونم بربری ها کیه، بربری ها اصلا مثل یه نژادی هن که میگن اینا نژاد بربرن، بعضی هم به عنوان بد از چیستوار. خلاصه اینقدر میخریم 1 دلار، چون میرم مرکزش میخرم، اینو من 8 قسمتش میکنم، 1/8، حالا این مثال میزنم و اینا، پتیکم برام نوشته بود که چندم زندگیت رو در ایران گذروندی و چندمش رو اینجا، 1/8 از این رو با یک چایی، شیری، قهوهی میخورم. زورم نهار نخوردم و الانم دارم آب مینوشم به سلامتی شما. اگه میبینید زرده، یه نبات زعفرونی انداختم داخلش. بله، کجا بودیم؟ حالا بیایم ما با چلو کباب میپریم وسط حرف، تو سر کار قش میکنی، تو با این چیزایی که مینویسی میپری وسط حرف، ما یادمون میره. هر کی حواسش هست راستی وقتی ما پخش میکنیم، شما میتونید ببرید عقب ببینید، گوش بدید ببینید ما چی گفتیم. چون بعضی از دوستان گفتن بعضی از این فیلم ها VCR داره، ما شما نداره. بمانه
بعد به این آقای مانی گفتم که اگه شما داداش هادی خورسندی هستی از هادی سوال کن، هادی منو میشناسه، چون سالها قبل یادمه به من گفت که سوربی امروز یکم زودتر بیا توی نمایش، ما میخوایم یکمی شوخی کنیم با مردم. و فکر کنم تو این فکر بود که وقتی من میرم اونجا من بیام روی صحنه قبل از اون و بگم که دوستان آقای هادی خورسندی نتونسته بیاد و مثلا من به جاش برنامه اجرا میکنم، یا هر کسی بلده بیاد جوک بگه. بعد ما فکر کردیم گفتیم آقا مردم اینجا کفششون در میارن، اینجا صندلی پرت کردن برای ابی، حالا دیگه میزنن تو سر پکالمون تا تو بخوای بیای بیرون. خلاصه یکم هم از ما دلخور شده بود، ما گیر افتادیم سر کار نتونستیم بریم و ایشون یکمی از من ناراحت بود، ولی دفعات بعد سلام علیک و صحبت یکی دو بارم تو برنامه های تلویزیونی من هست، اگر پیدا بشه آمارش باشه بنویسید سوربی و هادی خورسندی با هم گپی زدیم. ولی در صورت این آقای مانی خورسندی هم گفتیم آقا شما بیا، ما از اینکه اون پشت با شما هکل کل کنیم مشکلی حل نمیشه و بهتره که در حضور مردم باشه. و اما دوستان میگه که در هنگام پخش زنده نمیشود برگشت. از کجا؟ از فیسبوک شما داری میگی یا از مردم تیوی دات کام؟ روی مردم تیوی دات کام هم بزنی اصلا پخش میشیم، حالا ما اینقدر پوز میدیم میگیم مردم تیوی دات کام، این مردم تیوی دات کام. و خلاصه حالا همه اینا رو گفتم که از شما بپرسم اگر میدونید اینجا پخش زنده کلیک، اینجا هم داره میاد. آره من خودم مثلا الجزیره، بی بی سی، اسکای، اینا نیوز رو چی میکنم، آره اونا نوشته پخش زنده و بعض وقتا میارمش عقب گوش میدم ولی میبینم اینجا نمیشه. درستا باید یه کارش کنیم، حتما یه جایی داره که میگه که انتخاب کن. اینا میدونی چه کار میکنن؟ میان این همه صفحه این چیزایی رو که شما لازم داری برمیداره، یکیش میذاره اینجا، یکیش میذاره اینجا، شما باید بری این سه تا خط بزنی تا پیداش کنی، اون سه تا نقطه رو بزنی تا پیداش کنی، این زیر نوشته مور، ای مور تو سرت بخوره، خب همه رو بذار اون بالا، نوشته اکشن، بعد شما میری میخوای یه ویدیو رو پاک کنی، وقتی اونو میزنی هنوز دیلیت پیدا نمیشه، باید بری رو اکشن، اکسیون یادتونه تو ایران میگفتن، توی اکشن بزنی دیلیت رو پیدا کن. یکی نیست به این بچه ها که اینا رو درست میکنن بگه آخه کر خر، که هم بچه های ما هستید دیگه. این آقای توکلی هم میگفت با جنریشن بعدی، بله میگه رو فیسبوک نمیشه. آره اگه یک کسی از اول بزنه چی؟ رو فیسبوک اذیت میکنی. یا بذار من ببینم رو فیسبوک میشه یا نمیشه، صبر کن یه لحظه. بله میگه رو فیسبوک نمیشه. نه راست میگه بابا، وقتی راست میگن دیگه. اگه یک کسی از اول بزنه چی؟ رو فیسبوک نه نمیشه. من همیشه فکر میکردم شماها که بعد میاین روی فیسبوک وقتی میزنین این ویدیو از اول پخش میشه و دوباره شما میکشید یقشو میارید جلو، ولی خوب یاد میگیره. میگه که درود گرامی سوربی، سخت به خودت نگی، حداقل جلوه کم چرمنده نباش، از کباب و شراب در نگذر. خب آقای نگهبان همشهری ما هست و کم شیرازی ها به شکم میگن کم، حالا از کجا کلمش اومده نمیدونم. این آقای خلوتی، شما آقای اکبری، اینا نگاه کنید، اصلا اسم تلویزیون ما باید بذاریم تلویزیون جنوب شیراز و خرمشهر و بندر عباس و اینها. خلاصه من نه، ای کاش که شرمنده می شدم، چون شرمنده نمی شدم الان بالای 100 کیلو وزنه و خیلی هم بده برای زانو درد. اولین چیزی که بهت میگن، میگن باید وزن کم کنی، را برو، و میگن مثل نماز، مثل دعا، باید هر روز را بری. میگم آقا ما نه نماز می خونیم نه باور به دعا داریم، پس اینم باید بشینیم نریم. یا اگر هم یه جایی هستید هوا سرده، از این دوچرخه ها، وسایل ورزشی، ترد میل اینا پیدا کنید و به عنوان چوب لباسی از استفاده نکنید. یه برنامه خوبی رو که دوست دارید، این خوبم تعبیرهای مختلف داره، مثلا از نظر شما خوبه،
یه فیلم خوبی رو که دوست داریم به خودتون قرار بذارید. من این فیلم رو نگاه نمی کنم مگر اینکه موقعی که داشته باشم راه برم یا داشته باشم ورزش کنم. با خودتون اینجوری قرار بذارید به نظر من بد نیست. بله. آهان، آقای اکبری میگه که ما اگه دیرتر هم بیایم یا بریم و بیایم، وقتی میزنیم روی اون از چیز شروع میکنه، چند لحظه از اول شروع میکنه، بلا فاصله میپره روی اونجا. حالا من میتونم با فیسبوک، شما میدونید فیسبوک همه میتونید باهاشون تماس بگیرید، بهشون فیدبک بدین، بهشون بگید و همه اینا که میبینید عوض میشه و اینا، دیگران بهشون گفتن، به غیر از اینکه خودشون یه فکرایی میکنن دیگران بهشون گفتن. این یک، بهشون مینویسیم که آقا اگر شما بتونید این رو مثل تلویزیونایی که دی وی آر دارن، دی وی آر هم نمیدونم برای چی، وقتا میگفتن وی سی آر بعد شد دی وی آر، دی وی آر دی نمیدونم دی وی آر ویدیو هرچی ویدیو ریکوردینگ فلان اون نمیدونم بمانه، خودتون دیگه میدونید. مثلا من الان اگه برم تلویزیون رو روشن کنم، وقتی داره کانال مثلا فاکس نیوز یا سی ان ان رو پخش میکنه، اگر یه پول اضافه تر داده باشم، پول اون باکس که اون وقتا خودمون میرفتیم وی سی آر میخریدیم، ولی این داره همینجوری ضبط میکنه. از موقعی هم که این فایل ها همه به صورت دیجیتال شده و دیگه فیلم نیست، کار اینا راحت تر شده. همه اینا رو میذاره تو اون باکس، تو اون باکس شما میتونی ببری عقب، بیاری جلو، زیرنویس داشته باشه، یواش پخش کنی، تون پخش کنی و الی آخر. این میدونم که یوتیوب الان شما اگر بی بی سی لایو رو نگاه کنی میذاره بیاری عقب نیم ساعت، ربع ساعت، یه چیزی رو ما اینجا یا بلد نیستیم یا اینکه اینها همیشه میدونید که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، همیشه به اونایی که وضعشون بهتره، بینندشون بیشتره، اینا امتیازات بیشتری میدن. آقا مثلا یه مدت ما میخواستیم بگیم که آقا اگه این آقای اکبری میخواد بیاد نگاه کنه الا باید پول بده تا بیاد نگاه کنه. گفت اینجوری نمیشه، شما بدبخت بیچاره هستی، بیننده به اندازه کافی نداری، اونم میتونه بیاد مجانی نگاه کنه. یه دوستی داشتم توی شیراز، امیدوارم الان هم سالم و سلامت باشه، آقای رحیم فیروزی، اینم دبیر هنرستان بود در جهرم، رسول زکاوت بود، بهروز قاسمزاده بود اینا، و این رحیم فیروزی تکی کلامش این بود خدا ذلیل کنه آدم بدبخت. ما میگفتیم آقا دیگه به آدم بدبخت چرا نفرین میکنی؟ میگم نه حقشه. چرا حقشه؟ گفت که این اگه آدم خوبی بود بدبخت نمیشد، حالا که بدبخت شده بذار خدام ذلیلش کنه. اینو شما داشته باش. امروز نوشته بود که روسیه یک از این کشیشایی که یه چیزی میگیرن مثل اینایی که آتش گردون اسفند دود میکنن، اینا چون بوگند میکنن راه میرن، معمولا توی جای مذهبی از این چیزا هست، نوشته بود گفته این اگر از تلفناتون زیاد استفاده کنید، خر دجال میگفتن توی ایران، دجال میاد. ما خوندیم دجال یعنی چی؟ اینا گویا به میگن ضد مسیح. گفتم ببینید چه داستانهای دروغی درست کردن، خودشون هم یادشون میره چی گفتن. شما گفتی همه این بدیها هست، مسیح که میاد همه این بدیها از بین میره، امام زمان که میاد همه این بدیها از بین میره. حالا شما تازه بازم نشستی منتظر خر دجالی، منتظر دجالی بهتون نشون میداد اما که ببینید. گفتم همین شوروی و روسیه هم سزاشون همین که باید میزدن تو سرشون و میگفتن شما نه کلیسا داشته باش، نه دین داشته باش، کمونیست باش، برو رو میدونم سنگ بشکن. دی وی آر یعنی ویدیو دیسک ریکوردر، اصلا دیسکی توش نیست دیگه. حالا اون وی سی آر چی بود؟ ویدیو وی سی آر در اصلا تا ما اولی ریاد میگیریم دومی از اون بین میره. ولی دوستان دو سه تا اشکال من اینجا دارم، میخوام از شما سوال کنم اگر بلدید. ببینید ما میریم روی صفحه صفحه فیسبوک خودمون، بعد من چون ادمین یا به اصطلاح جزو هیئت امنای مردم تیوی هم هستم، اجازه دارم روی مردم تیوی هم برم. الان بذارید من بهتون نشون بدم،
ببینیم اگه شما جوونترین یا بلدترین ما رو راهنمایی کنیم. ببینید من وقتی میرم اینجا این بغل میزنم صفحه مردم تیوی بدونی که ساین اوت کنم برم از این بیرون داخل اون یکی بشم، منو میبره تو صفحه مردم تیوی. تو صفحه مردم تیوی هم ما اجازه داریم به اصطلاح کار انجام بدیم. اولا اشتباه اینا اینه که این دو صفحه رو یه اندازه نیذاشته. به نظر من باید یه اندازه میذاش که از اون که میای تو این شما یه قسمتش نادیده نشه، همش دیده بشه. خب حالا ما وقتی اومدیم اینجا نگاه کنید، نوشته دوستانتون هم دعوت کنید که بیان. میگیم چشم، روی این کلیک میکنیم. ببینید اینا من فکر میکنم باگ داره. اینجا مینویسه که 193 نفر هنوز دعوت نشدن. خب ما میگیم اینجا رو all friend. اصلا ببینید هایلایت نیست چیزاش. میزنیم رو این، هیچ اتفاق نمیفته. میزنیم رو این، این آبی میشه، ولی این یکی پایین آبی نمیشه. بعد میگیم خب بیایم اینجا بنویسیم، هیچ اتفاقی نمیفته. میایم اینجا اگر مثلا یه نفر رو بنویسیم، خانمانه فردوسی کیه، باز این اتفاقی نمیفته. خیلی مسخره، من نمیدونم چرا اینجوریه. ولی اینجا که میان اگه زدیم select all که تازه اینم هایلایت نی، ببینید اون وقتا اسامی رو میذاری، شما میتونستی دعوت کنی بگی اینجا بیا اونجا بیا. اینا رو که گفته اینا لایک زدن آمدن، کاری بهشون نداریم. میخوایم اینایی که نیومدن ما پیداشون کنیم بیان، کار نمیکنه. اینو اگه کسی بلده به ما بگه. این یکی. اون دومی که صدای آقای مانی خورسندی از انگلستان درآمد این بود. ببینید من وقتی میام اینجا تا اینو کلیک میکنم میخوام یه چیزی بنویسم، این آمده اینقدر آپشن گذاشته. آپشن یعنی گزینه های مختلف، فوتو، ویدیو. حالا ببین اون بالا خودش نوشته بود فوتو، ویدیو، فلان، چک این، گت شاپ ویزیت، نمیدونم رایت نوت، سپورت فلان، سپورت نان پروفیت. بعد میام اینجا واچ پاری. ما اینجا میخوایم به دوستان بگیم که آقا ما هستیم، شما بیا. نمیذاره این برنامه زندمونو بذاریم. یه ویدیوهایی که مثلا ما اضاف کردیم برای کاور پیج، اینا رو میذاره انتخاب کنیم، ولی نمیذاره مثلا حالا بگیم لایو ببینیم میاره. حالا ببینیم داره میچرخه لایو، اوکی، یعنی برنامه زنده. اینم اون دفعه زدم مال خود منو نمیاره، مال دیگران میاره. خیلی مسخره سا. یعنی ما بریم ملت رو دعوت کنیم برن خونه مردم. نمیدونم این یه چیزیش گفت something wrong. ماجرای اون something wrong رو میدونید که آقای رفت تو دفتر ثبت احوال آمریکا، چاینیز بود. گفت اسم بچه تو چی میخوای بذاری؟ گفت something wrong. دیدید اینا میذاره سم چینگ چان، دان بینگ بان، کیم اون جون، کیم جون اون. بعد این گفت اینجوری بنویسم. گفت آقا something wrong. گفت چرا میگی something wrong اسم بچه تو؟ گفت آقا من چاینیزم، مال چینم، زنشم مال چینه. گفت پسره سیاپوسته، بچه شون سیاپوست. گفت خب something wrong. میگه فرخ you can review older program but not live one in TV. A different wide new equipment is possible. Why different one? نمیدونم یه فیلمی بساز، یه چیزی یادمون بده، یا بیا یه روز اینجا و ببینیم چه باید کرد. در صورت کهنه هارم من حتی لینک کهنه هارم گذاشتم، کار نکرد. دیروز اگه نگاه کنین این برنامه تست و مست و اینا سر این ماجرا بود. و اما برم براتون یک فیلمی رو بیارم که بعضی وقتا یه چیزایی رو ایرانی ها خیلی مهمش میکنن، من هرچی فکرش میکنم نمیفهمم خب این منظورشون چیه. این فیلمو فرستادن، منم نگاه کردم، بذارید بیارم. اینو دوستمون از کالیفرنیا فرستاده مسیج، نوشته چنین شعر و آهنگی چنان و چنان. نه اینو نمیخوایم. این شعر آهنگ هست، مال این آقایه هست، موهاشم اینجوریه، داد میزد. یه دوبارم نقل رضا خان گفته بود که این تریاکی بوده، سلطنت طلبا فوشش دادن اینا. حالا یه شعری میخونه براتون، اینم میذارم، بذارید یه کمیشو بذارم. من مثلا اینو نمیفهمم، گوش بدید.
یک کمی صداش رو زیاد کنم. حالا ببینید دوستان چی نوشتن. چنین شعر و آهنگی را کمتر شنیده اید. فکر کنم تا به حال ندیده اید و نشنیده اید. حتما 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 نگاه کنید و گوش کنید. آقا قبل از شما 20 نفر دیگه اینو فرستادن. بعد این آقای نامجوه کی رزجوه نمیدونم چیزی. آها میندن نامجو میندن این توی البرز اتفاقا نزدیکای شما بودم آقا فرخ، توی البرز آمده بود دیدمش، باهاش سلام علیکم کردیم و اینها. و خب یک شب شرابی دیدم، داغی دیدم، درابی دیدم. مولوی هم از این چیزا گفته، این همه ما شنیدیم. برای این دوستم نوشتم آقا ما اولا اینو هم دیده بودیم هم شنیده بودیم، دفعه قبلم بعد از دیدن و شنیدن نفهمیده بودیم چه کاری باید میکردیم. حالا من که اینو دیدم و شنیدم، یک شب شرابی دیدم، وقت نه برای که قافیه جوگا، شرابی دیدم، خوابی دیدم، علاقی دیدم، آخوندی دیدم، دیدم دیدم، یه وقت ریدم. آقا اینها چیه آخه؟ تو رو خدا خجالت بکشید، هی برای هم میفرسید، فکر میکنید آخونده منفجر شدن. به این آقای نامی خورسندی گفتم آقا شما بیا به ما بگو باید چیکار کنیم. یه خبر خوب براتون دارم. دیدید من بهتون میگم فقط تلویزیونایی رو که دوست نداری دوست دارید خودتون رو اونجا محدود نکنید به اونها. اونا چیزی رو میگن که شما باهاش موافقید، یعنی حقیقتا اون داره به شما به به میگه. فکر نکنید من آقای زمانیان شما رو نمیبینم نمیشناسم، از اینجا به ایران وقتی دارم اینا رو میگم شما از اونجا میگی سربی دمت گرم، این همون چیزی که تو مغز منه، یعنی شما از به به گفتن من خوشت اومده. ولی نمیری یه کسی رو که مخالفش هستی گوش کنی که اون مغزتو به کار بندازه. این بزرگترین خطریه که توی قرن 21 دوچار ما دنیا، نه ما ایرانیا، شده. و ما ایرانیا متاسفانه بدتریم، چون ما از قبلم اینجوری بودیم. ما همش دوست داریم جایی بریم که بهمون به به و چهچه بگیم، قسم میخوریم به طرف میگیم آقا بگو دلخور نمیشم. همچنین که گفت میگه آقا من حالا گفتم، ولی تو عجب آدم بی حیایی هستی که گفتی. میگه آقا من که یه ساعت ازت پرسیدم اگه بگم دلخور نمیشی، شما گفتی نه. بعد بهت گفتم آقا شما از اونجا که میای بوی دهنت آزار میده. خب اگه یکی بهت نگه تو نمیری دکتر بفهمی چه خبره. شاید رفتی دکتر بهت گفت آقا تو سالهاست یه قده اینجا چرک تو دهنته. محسن، آها محسن نامجو نشده بود بله یادم، شعرهای دیگه هم خونده بود و یه مدت هم خیلی جیغ میزد، اصلا میاد اینجا ستارم میزنه جیغ میزنه و یه روش جدید و فلان این هم. خب یه عده دوست داره، شاهین نجفی هم یه روش جدید. الان خود شاهین نجفی میگه من اون چیزایی که اون موقع گفتم، اون چیزایی که اون موقع خوندم، جوون بودم، الان دیگه اون کارها رو حاضر نیستم انجام بدم. چیزی که هست هنرمند وقتی یه کاری انجام میده، این مثل نوشته که رو سنگ میمونه نیست، مثل کاغذ من پاره کنم بندازم بره، اون میشه یه نوشته رو سنگ موجود. هرچی هم بخواد پاکش کنه بالاخره یه جایی یه نفر یه نسخهشو داره. در اصل ممنون و متشکرم از یکایک شما. حالا ما میخواستیم چی نشون بهتون بدیم؟ میخواستیم اون ویدیوی آخونده رو نشون بدیم که یک شب آمدیم اینجا و یک شب علاقی داشتم، شرابی داشتم، کبابی داشتم. خب به من چه؟ اوکی حالا گوش بدیم. یادتونه اون آقای شاهکار پژوهشگر که فکر کنم هم کلیمی هم همشهری ما هست، که گفتم والا من نمیدونم کدوم پدری وقتی بچهش دنیا میاد تو ایران، که باباها با ویرون وای میسادن وقتی میمدن، گفتم بفهمم بیا کار دستیتو ببین. حالا همینجا بگو اینجا بچهش دنیا که میاد وقتی آمد بیرون بگی شاهکاره. یعنی چی؟ یعنی این کارو شاه انجام داده، اسم بچه‌شو گذاشته شاهکار بینش پژوه نمیدونم فلان. بعد اینم شعر میخون،
هر کی برای ما این شعر رو فرستاد، از آقای علی زرابی گرفت تا دوستانی که گفتم شما این شعر رو تا آخرش گوش دادی، هیچ کدوم جواب نمیدادن. شعره میگه ای ملا به من تو چی کار داری به من که من دارم مشروب میخورم فلانم، برو سرت به کار خودت باشه. آخرش میگه البته منم چه کار دارم که شما ظلم میکنی، منم باید دارم دنبال کار خودم. گفتم آقا این داره نونو به نرخ روز میخوره و من و توی احمق، واقعا میگم احمق که بدتون بیاد، میریم 60 دلار 70 دلار میدیم اینا رو میبینیم سالوناشون رو پر میکنیم. خب که چی آنها؟ ولی یه نفرم میاد بنده خدا یه شعری میگه به نام گل سنگم و آقای ستارم میخونه، اون خانم چیچی هم میخونه، معروف میشه. این گل سنگم توی شیراز ایام عید، این گلای هست که اینجا بهش میگن علف، میرن سم میخرن از بین ببرنش، یه گل زردیه، یه چیزای اینجوری از وسط سنگ میومد بیرون، اصلا این معجزه بود گل سنگم. در صورت شعرها برش خوندن، نگو و بگو. اتفاقا همه را گوش میکنم، برنامه شما عالیه عالیه عالیه، خیلی ممنون. دوستان عزیز آقای فرهاد زمانیان، هنرمندی که از ایران کارای چیز انجام میده، نویسندگی و تابلوسازی و اینها، اگه کاری داشتی در ایران به ایشون مراجعه کنید. و اما شما این فیلم رو ببینید، مثلا این یک خبر داغ بوده. ببینید، آخوند مارمولک از ترس مردم در شهر مقدس قم، این آخوند در شهر مذهبی قم مرکز آخوند سازی، هر روز در کوچه بنبست عما و عمامه می پوشد و به حوزه علمیه می رود و شب هم به هنگام برگشت به منزل دوباره لباس روحانیات را در می آورد و کت و شلوار می پوشد. شما اینو داشته باش، نگاه کنید. خب اول دو سه تا فوش با آخونده بدیم که شما دلتون خنک بشه. یعنی این آقای دیگه چقدر بیکاره که وایساده تا شب که این برگشته ازش فیلم برداری کرده. آفر. خب حالا من از شما میپرسم دوستان، توی ایران که اینجوری بگیر بگیر ببر ببر بزن بزن شکنجه نمیدونم فلان هست، شما فکر میکنید اینا نمیتونن از این درختا، از این جایی که این آقا ماشینشو پارک میکنه، از این شماره ماشین بفهمن کی از کدوم زاویه فیلم برداری کرده؟ این یک. آقا شاید این یکی اتفاقا از اون آخوندهایی که باید موقعی که داره میره و میاد مثلا مسافر کشی کنه، و خیلی ها هستن لباسای اصلیشون رو، نظامی ها بعضی هاشون لباس اصلیشون رو نمی پوشن. یکی میخوان مرتب باشه، این آقای حخا یک کت سفید داشت، این کت و برنامهش که تموم شد فوری میکرد توی پلاستیک، اون شال سفیدش هم زیرش مینداخت تو پلاستیک، میگرفت دستش میرفت دوباره برنامه بعدی تلویزیون بعدی تا میمد این کت رو میپوشید. خب حالا ما اینو دیدیم، شما امروز فهمیدی آخونده هیلگرن؟ امروز فهمیدی آخوندان مارمولکن؟ همین صحبت فیلم مارمولک که هممون چی شدیم، هیجان زده شدیم و آقا ببین فلان، من هر چی نگاه کردم گفتم این فیلم به نفع آخونداست. این میگه کسی هم که دزده، پدر سوخته، شالاتانه، این لباس رو که میپوشه آدم خوبی میشه، خیر میشه، به دیگران کمک میکنه. دوباره برید نگاه کنید، الان روی یوتیوب هم هست، برید فیلم مارمولک رو نگاه کنید. آقا این فیلم ممنوع بوده. میگم آقا عمدن ممنوعش میکنن که من و شما حریص بشیم بریم تماشا کنیم. حالا این فیلم رو دیدیم در شهر قم، اوکی. حالا از اونوری فکر میکنیم انقدر شرایط در ایران بده دوستان که اینا در شهر قم هم
جرأت نمی کنن با لباس آخوندی بیان بیرون. خب مردم ببخشید، من همش فوش میدم به اون تلویزیونایی که مردم فوش میدن، ولی دیگه حالا بی خود نیست که هی اونا میگن بی غیرت. خب چرا بلند نمیشین برین پدر اینا رو در بیارین؟ برای که همتون نشستید تلویزیونای ترکیه و فلان اینا رو نگاه میکنید، از اینجا هم حالا لابد زنت نمیذاره تو خونه سیگار بکشی، آمدی دم پنجره تلفن دستت بوده داشتی سیگار میکشیدی. میدونم ها خیلی از ایرانی هم همشون دم پنجره هستن، یکم لای پنجره رو باز میکنه داشتی سیگار میکشیدی، یه فیلم هم از این خدا زده گرفتی. حالا من بیننده باید چه کار کنم؟ تا امروز نمیدونستم آخونده ها پدر سوخته هستن. بسیار عالی، از شما ممنونم، کمال امتنان رو دارم که ما رو آگاه کردی. حالا آگاه شدیم چه کار کنیم؟ برای این دوستمون نوشتم خب آقا من اون موزیکو گوش دادم، دوتاشو یه نفر فرستاد، این فیلم رو دیدم، من به عنوان بیننده و شنونده این دو فیلم و اینا باید چی کار کنم؟ ای داده بیده. این چیه؟ گلگون یعنی چی؟ یا گل گون؟ من نمیدونم. بله خیلی ممنون از شما دوستان. دوستان لطف کنید برنامه ها رو با دیگران هم شیر کنید. ببینیم این 49 آلمانه، ببرم تون آلمان زیبا به قول آقای ایران بومی، و واقعا هم زیباست. اونایش که خراب شد تو جنگ جهانی دوم درست کردن، از اولش هم بهتر، قبلش هم که خودش خوب بوده. بفرم جناب صوفی، ارادتمندم. از دل برود هر آن که از دیده رود. بله. این دفعه نگم درود، بگم چی؟ از دل برود هر آن که از بعد خدا میگم این دفعه نگم درود، بگو آقا هر چی دلت میخواد بگو، من مشکلی ندارم. میگم خودتون سختتون نباشه، مثل ما هست که وقتی میریم یه جا اگه میخوایم بگیم سلام، میبینیم الان چهار نفر میگه ای آقا شما هنوز میگید سلام؟ شما طرفدار آخونده هستی؟ نه آقا، آخونده بلده هر وقت دلش میخواد به شما میرسه میگه درود که جزو شماها باشه، شما رو نمیگم. میکنم آقا فرزاد بودین ها؟ بله خیلی ممنون. از دل برود هر آن که از دیده رود. اینجام دارن یه چیزی که وقتی نمیبینیش فراموشش میکنی. به انگلیسی هم خیلی بد شد، ما نه انگلیسی یاد گرفتیم نه آلمانی یاد گرفتیم نه فارسی، همون دو کلمه هم که بلد بودیم بیشترش کردیم، همش یادمون رفت. خلاصه این فیلم رو بهتون نشون دادم، آخوند و اینها، درباره آقای بیژن سمندر گفتم. از سعید ممنونم. فرخ هم یه پیامی گذاشته، پیام فرخ قطع و وصل میشه، ولی برای که خودش ببینه و فکر نکنه که وقتی برای یه نفر پیام میذاره اون طرف متوجه میشه این چی میگه، من اینو براتون پخش میکنم. بله اجازه بدید پیام فرخ شماره چنده؟ 703 یا 571؟ 571. اون 949 هم شهریمون هست. عجب من چپ و راست پیام میگیرم و فلان، فکر کنم این بالایی، وقتی نگاه میکنم اینم رفته پایین. بله out of sight out of mind. دوستان عزیز تشکر میکنم از آقای امیر حسین لادن که همین از دل برود هر آن که از دیده رود، به انگلیسی out of sight، این سایت یعنی دیدن، فکر کنم اسپلش جی اچ جینا داره، چون این سایت میشه وبسایت و اینها، فکر میکنم اس آی جی اچ اینجوری باشه. بعد out of mind یعنی هر کسی رو نبینی یا هر چیزی رو نبینی از حافظت هم میره. از بسیار درست هم هست، هر چی هم بگیم همین. امروز من قرار بود با آقای دکتر کوروش زعیم از جبهه ملی از داخل ایران صحبت کنم. آقای کوروش زعیم دیروز بر تماسی که با هم گرفتیم گویا قرار بود با تلویزیون من و تو هم صحبت کنه، همون اشکال اینترنت و اینها رو داشت و ایشون فکر میکنم که خب تحت نظر هست و اینها به اصطلاح اذیتش میکنن، به اون سادگی هم که آقای خلوتی گو آقای یه وی پی ان بخرن $10 درست میشه، نمیشه. خلاصه گفت که حالا دارم درستش میکنم یا از جای دیگه تماس بگیرم و اینها. گفتم که
حالا ما یه پیشنهاد بهتر داریم که بشه نور علی نور. روز جمعه دوستان ساعت 2 بعد از ظهر که با خانم شیوا محبوبی هستیم صحبت میکنیم با ایشون، بعد ساعت 3 ما معمولاً ربع ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت با آقای امیرحسین لادن بودیم، ولی امروز دیروز ازشون خواهش کردم که بیشتر با ما باشن، 45 دقیقه تا 1 ساعت، که بتونیم با آقای کوروش زعیمم این دوتا دوستمون صحبتی داشته باشن. دلیلش هم بهتون میگم، من بارها بهتون گفتم، من همون قدیمم که تلویزیون رنگارنگ کار میکردم، می آوردن میگفتن آقا بیا با فلانی مصاحبه کن، میگفتم آقا من اصلا سواد سیاسی ندارم که با اینا مصاحبه کنم، باید یکی باشه که اونو بشناسه بدونه فلان اینا. حالا بعضی وقتا میری زور خودتو میزنی، مثلا یه نفر میخواد بیاد در رابطه با آبهای زیرزمینی صحبت کنه، شما دوتا مقاله این ور 4 تا فیلم اون ور نگاه میکنی، از خود طرف این روش درستی هم هست، از خود طرف میپرسی که درباره چه تاپیکی ما صحبت کنیم جالب تر باشه و اینا، بالاخره ردیفش میکنی. ولی اگر کسی به دانش آقای امیرحسین لادن با تجربه آقای کوروش زعیم این دو عزیز حاضر باشن، خب برنامه میگن چی میشه؟ به اصطلاح قوام، ها؟ به انگلیسی چی بهش میگن؟ خدایا اگزاجوریت، نه یه چیز دیگه بهش میگن، انهانس میشه، انهانس، بله. در هر صورت ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه با آقای امیر حسین لادن و با آقای دکتر کوروش زعیم از ایران هستیم، امیدوارم اشکالی پیش نیاد. حتی گفتم اگر نتونستم هر دوشون رو با اسکایپ بیارم، یکی از این عزیزان رو با فیسبوک، یکی از اینا رو با اسکایپ، یا یکی با تلفن، یکی با فیسبوک. انقدر این روزا امکانات زیاده که بعضی وقتا زیادی امکانات خرابت میکنه. و اما آقای لادن هم میگن بله درسته، همون SIGHT درسته. و خیلی ممنون از مسیح ابراهیمی که اون ایشون هم همون نوشته SIGHT. زمانیان از ایران میگه به گفته جان بولتن الان 8 روز از جشن در میدان آزادی خبری نشد. آقا بیا جلو، جان بولتون رفت ترکیه، رئیس جمهور ترکیه حاضر نشد اینو ببینه، گفت آقا بندازید بیرون، این اومده چی میگه مزخرف. من با وجودی که از این اردوغان برای کارهای احمقانه‌ای که گاهی انجام میده بدم میاد، ولی بعضی وقتا از اینا آدم خوشش میاد. مثلا احمدی نژاد با همه که این کارهای خرکی انجام داد، اون عربده‌ای که جلوی عربده بوش کشید خوب بود، که اینجا میگن برینگ ایت آن، یعنی بیار جلو، بیار آن چه داریز مردی و زور. و اما صحبت از آقای لادن شد، اجازه بدید که از یه دوستی به نام آقای سیروس دولتشاهی هم تشکر کنم که ایشون هم همین برنامه دعوتنامه‌ای رو یا فراخوانی رو که دوستان برنامه هست 27 ژانویه، من دیدم که ایشون هم فرستاده، حالا برای شما هم به این صورت نشون میدم در 2 قسمت. من به این دوستان پیشنهاد میکنم برای صفحات فیسبوک، برای صفحات وبسایت و اینها، سعی کنید این کاغذهای A4 رو یا کاغذها رو به صورت افقی در بیارین، یعنی دوتا مثلا ببینید الان من این کاغذ رو نصف میکنم تا قادر باشم تو تلویزیون نشون بدم، چون اگه بخوام اصلش رو نشون بدم اصلش خیلی کوچیک میشه. پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک، دانش و بینش، اندیشکده، آگاهی و شناخت، برای رهایی مردم و نجات ایران چه باید کرد؟ آیا پاسخ در اصلاحات رژیم فقاهتی است؟ در رفراندوم بین بد و بدتر است؟ یا در دوباره سازی سلطنت و یا در حمله نظامی است؟ و یا باید در انتظار ظهور یک قهرمان ملی باشیم؟ با انتخابی سرنوشت ساز روبرو هستیم. اندیشکده آگاهی شناخت از هممیهنانی که به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک الگوی زندگی اجدادمان باور دارند و از کمدانی و خرافات، این خرافات میگن، خرافات هم میگن، مذهبی امروزمان آگاهند و از جوانان که آرزوهایی برای ایران دارند دعوت میکنند. پس چی شد دوستان؟ این دعوتنامه است. اندیشکده آگاهی و شناخت از شما دعوت میکند که در گرد همایی گفتمان فرهنگی و اسرانه شرکت نمایند.
دیدار و گفتگو و سپس شام 7:30 تا 6 از این بری شده، چون 6 تا 7:30 وقتی انگلیسی و فارسی می نویسن اینجوریه، مگر اینکه اعداد رو هم فارسی وارد کنن. میبینید نوشته 6 تا 7 از این وری شده. بالاخره ژانویه ساعت و اینا هم ریخته به هم. 27 یک شنبه دوستان، یک شنبه 27 ساعت 6 تا 7:30. آدرس هم دادن گریس هاپر هال بیلدینگ این بالدوین پارک 1913 میتینگ پلیس اورلاندو فلوریدا 32814. خواهشمند است جا رزرو کنید. شماره تلفن 407-720-9113 یا با اندیشکده @outlook.com تماس بگیرید. من پیشنهاد میکنم این دوستان که فیس که وبسایت دارن info@andishkade.net رو بذارن. به این وسیله شما هر روز دارید تبلیغ میکنید برای وبسایت خودتون، نه وبسایت آوتلوک، نه وبسایت جیمیل. بنده که اینجا میذارم info@mardomtv.com اقلا دلم خوشه تا اونجایی که تونستم مردم تیوی رو پروموت کردم. اینجا مینویسم mardomtv.com اینه top of the hour. برو بریم خلیج فارس. چشم، راست میگه، برو بریم خلیج فارس. ممنونم. من 27 نگاه کردم، گفتم اگه برنامه ای نداشتم برم یه سفر اورلاندو، هم دیدار دوستان هم یک هوای گرمی. ولی متاسفانه یک جاب گرفتم به مبلغ $900. حالا اگه بخوام برم باید یک کسی رو استخدام کنم. یه دوستی داریم مال یوکرینه، پسر جوانیه و این میدونه مثلا من جاب میگیرم $1000 بهش $800 میدم، جاب میگیرم $1000 $750 میدم. اون میدونه من چجوری باید $700-$800 به اون بدم بره این جاب رو انجام بده تا ما بریم. وقتی هم پول میگیری و اینا، حالا دیگه نمیتونی بگی اوکی میدم به اون برم. اگر نه ولش کنی اصلا، بیخیال. top of the hour بریم اینجا این برنامه رو ببینیم. عکس هایی رو ایشون لطف کردن فرستادن بهتون، من نشون میدم. شماره 84 صدای این برنامه رو شما ببینید. و بله آمد. دومین سلام در این نوین سال تقدیم شما. امیدوارم که روزهای خوبی رو گذرنده و روزهای بهتری در این سال و سالهای پسین منتظرت. من متوجه نشدم شما منظورتون اینه که دومین سلام در امسال و اینم دومین ساله که شما اینجا برنامه دارین، یا شما میگید نهمین سال. من درست اینو متوجه نمیشم. اگه نهمینه که 19 شادم گفتم هم آقای چالنگی اشتباه کرده بود سال 2019 رو گفت سال 2009، هم من توی برنامه اشتباه کرده بودم که پتیک به من گفت. درست گوش کنید. دومین سلام در این نوین سال تقدیم شما. آها در سال نو و نوین سال گذرنده و روزهای بهتری در این سال و سالهای پسین منتظرتان باشم. در گفتار پیش از شما که با اوضاع و احوال باتلاق‌ها آشنا شده اید دعوت کردم برای بهتر نمودن مردم و محیطشان راه حل و یا راه حل‌هایی بیابید. اگر شما به تنهایی نشسته و اندیشیده و راه حلی به مغزتان خطور کرده، بدانید که از صفات رهبری و شاهی برخوردارید. اگر زور دارید مطمئن باشید ملت طرح شما را پذیرفته و برای اجرایش جان می نثارد. اگر با کسی مشورت کردید شما مانند یک انتخاب شده مردمی در یک کشور غربی هستید. اما اگر پس از پژوهش و بحث برنامه‌ای طرحیدید، شما دانشجو و دنبال روی اندیشیدن هستید که کسی به دستیابی های شما گوش نمی دهد. کسی هم نوشته هایتان را نمی خواند. طرز فعالیت شما در یافتن پاسخ به درخواستم را تحلیل و در یک نتیجه یابی ساده شخصیت شما را وصفیدم. برای یافتن حل بهتر ساختن باتلاق‌ها با هم می پژوهشیم و در دنیا به دنبال جا و جاهایی می رویم که محیطی شبیه به باتلاق‌ها دارند تا از تجربهشان شاید استفاده کنیم و تا اندازه‌ای که ممکن است استفاده کنیم.
این طرز اندیشیدن و برنامه ریزی را لطفاً به خاطر بسپارید، یعنی یافتن حل از تجربه های دیگران. در آینده گفتاری آن را بیشتر شرحیده و چون نمونه کشور سنگاپور را به شما معرفی می کنم. یکی از محیط های شبیه باتلاق ها جزایر مالدویس هست. اگر به آنجا سفر کرده اید، امیدوارم با دیدن این گفتار درباره اش بیشتر بدانید. به اضافه در این گفتار معنی عبارت سوء استفادگری را عملاً به شما می شناسانم. با تبلیغ مجانی به سود یک کشور توریستی از تلویزیون مردم بیشترین سوء استفاده را می کنم. وقتی در دیگ بازه حیای گربه کجاست؟ جناب سربی، با کرم و دست دل باختگی که در شما یافتم و پوزش از این ناشایست رفتارم، لطفاً عکس ها را نمایش دهید. در مرحله نخست جغرافیای مالدویس در دنیا را شناسایی می‌کنیم. این جزایر در جنوب غربی شبه جزیره و یا قاره هندوستان قرار دارد. در نقشه موقعیت آن را می‌بینید. از آسمان جزیره ها نیز عکسی نشان داده می‌شود. مالدویس از 1200 جزیره کوچک و بزرگ تشکیل می‌شود که در بخشی از اقیانوس هند پخش‌اند. در آغاز هندی ها با مهاجرت به چند جزیره در آنجا مملکتی تأسیس کردند. پس از اشغالش توسط انگلیسی ها سلطنت برهم زده شد و پس از استقلال یک جمهوری تأسیس کرد. به علت پخش بودن سرزمین، جمهوری مالدویس یک جزیرهش پایتخت است که در عکس شماره 13 با پر بودنش از ساختمان به خوبی و سادگی شناخته می شود. اداره های دولتی پخش هستند. در عکس شماره 8 یک اداره دولتی را در جزیره دیگری می‌بینید. هر جزیره‌ای به چیز و کاری تعلق دارد. تنها وسیله انتقال در این کشور قایق است. درست مانند باتلاق‌ها. مالدویس از یوغ استعمار آزاد شد. مردمانش که مانند بسیار جاهای جهان سوم در تهیدستی و بدون هر گونه منابع طبیعی در عقب افتادگی درمانده بودن، میباید زندگی و زندگیشان را ادامه دهند. در اثر موجهای دریا و سونامی خانه ها غرق می شوند، وضعی که باید با آن بسازند. دریا و طوفان ها و موجهایشان نمی شود متوقف یا کنترل کرد. مردم هندوکیش مالدویز در قرن 12 میلادی توسط یک شیخ مراکشی مسلمان شدند، اما تشکیل‌های دینی و تبلیغشان را یک شیخ تبریزی بعد از دو قرن در آن ساخت و تنظیم نمود. نام شیخ به حروف عربی بر سر در یک مسجد قدیمی نوشته شده. این هم دلیلی دیگر در فعالیت بین المللی ایرانیان و سنی بودن و تعصبشان در انتشار دین و مذهبی که با ترس از شمشیر مؤمنش گشتند. هرچه به بیشوری رب پایه می شود و گریز از آن را نتوان. مسجد مدرن در مالدوی ساخته شد که در آن نماز جماعت می خوانند و مراسم دینی برپا می دارند. در عکس شماره 20 فرودگاه را می‌بینید که در یک جزیره است. قبل از 35 سال دوبار به مالدوی سفر کردم. در آن هنگام جمعیت آن 220 هزار نفر بود. فرودگاهش یک بان داشت و یک هواپیما می‌شد بر آن بنشیند. کارگران پابرهنه محلی با دست پله ساخت هواپیما را هل داده و بدنه هواپیما می‌چسباندند. با دست و گاری‌های دستی چمدان مسافرین را از هواپیما خالی و به یک سالن کوچک ورود مسافرین می‌بردند. اکنون جمعیتش دو برابر شده. پیشرفت کرده و در عکس جزیره فرودگاه بیش از یک هواپیما روی بان می‌بینید. شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی مسافرین را از شرق و غرب مالدویس می‌برند. به علت تنوع مسافرین فرودگاه مالدویس یک نقطه ملاقات بین‌المللی شده. این کشور هواپیما و شرکت هواپیمایی ندارد. بر روی آب ساحل جزیره فرودگاه در عکس 21 هواپیماهای کوچک که بر باند دریایی می پروازند و قایق‌های تندرو منتظرند تا مسافرین را به جزیره‌های دیگر ببرند. در عکس بعدی اسکلت قایق سواری دیده می شود. انتقال میان جزایر با قایق تندرو و هواپیماهای کوچک برای گردشگران مهیا شده. پس از
خارج شدن از فرودگاه به یکی از جزیره ها می رویم که در کنارش بر روی آب هتل شاله یعنی کلبه ساخته شده. تعداد این مسافرخانه ها بسیارند. همانطور که می بینید همشان بر آب ساخته شده اند. ساختمان های نوین بر روی ستون های فرو رفته در دریا استوار ایستاده اند. با دور شدن از جزیره ها به طبیعتش آسیبی نزده اند. حفاظت از محیط نخستین هدف بود که هنگام آغاز پژوهش در باتلاق‌ها در نظر داشتیم. هر مسکنی را یا کلبه ای را که می شود در خیال بر آب و در کنار آب تصور کرد در مالدوی ساختم. مصالح همه این شاله ها ماننده همه مصالح ساختمانی دیگر از خارج وارد شده، چون مالدوی سبک معینی در ساختمان نداشته و ندارد. این تنوع و گوناگون وارد کردن سبک‌ها و سیستم‌ها مورد قبول است. به اضافه سرمایه‌گذاران آنجا خارجی هستند. در باتلاق‌ها از مصالح بومی استفاده و با سبک و سرمایه محلی می‌بایست کلبه ساخت تا یک ثانیه محیط باتلاق‌ها تغییر نکند و سبک ساختمان آلوده نشود. در داخل این کلبه های مالدوی است که بسیار متنوعند نگاه میکنیم. یک بهشت روی زمین ساختند، مگر نه اینکه بهشت بر روی آب رودخانه شناور است و آب از هر سویش جریان دارد. این کلبه ها همه همینطور هستند. از شیشه روی زمین این مسافرخانه ها میشود دریا و حیوانهایش را تماشا کرد. اغلب کلبه ها به شکلی به دریا متصلند. دریای مالدویس آلوده نگشته و آشیانه جانوران دریایی بسیاری است. برخی از این شاله ها در زیر آب ساخته شده اند. رستوران زیر آب هم هست که می شود با تماشای حیوان ها و نبات های دریایی در اطراف و بالای سر خوراک را در محیطی نافراموش خورد. توریست های مالدویس اغلب تازه عروسان و دامادان هستند که برای گذراندن ماه عسل در بهشت ساخت بشر به آنجا می روند. سپس هر چند سال برای تجدید خاطرات جوانی و روزهای عسل خوری باز به مالدویس سری می زنند. در آنجا مسافرین از آزادی شخصی کامل برخوردارند. هر چه بخواهند می نوشند، می خورند، می بویند و می دودند. کسی به آنها کاری ندارد. چند روزی میهمان هستند و میروند. ملاهای مسلمان مالدویز برای انتشار دین و تبلیغ پاکی اسلام و حجاب بر سر کردن زنان میهمان و مسافر به هدف ثواب یافتن و ادای وظیفه دینی و فرستادنشان به بهشت به آن کافران نمی نزدیکند. صلاحیت و مسئولیتشان محدود به درون مسجد است. مسافرین به این جزیره‌ها سبب شده اند که مردمان مالدویس از درآمد خوبی برخوردار باشند. با برنامه گسترش صنعت توریستی سطح زندگیشان و همه دستگاه های کشورشان بهتر شده و پیشرفت کردند. یکی از عللی که موجب شده برخی از شما بینندگان و شنوندگان گرامی از این جزایر خبری نداشته باشید، سیاست خارجی این کشور است که از روش صفر اختلاف با دیگر کشورها پیروی می کند. فقط آمدن توریست، سلامتی و خوشگذرانی آنان و پول خرج کردنشان برایشان مهم و هدف است. اگر این مسافرین نباشند و نیایند، گرسنگی و نابودی گریبانگیرشان می شود. همه مردم کشور در خدمت به توریست ها مشغول فعالیت هستند. طبیعت را به آنان می فروشند و آنها می خرند، ولی در جای خود نهاده و دست خالی به سرزمینشان باز می گردند. نیروی کار در مالدویس به جزیره‌ها خوراک و نیازمندی های مسافرین را می رساند. به علت موقعیت جزایر مالدویس بر خط استوا، هوای آنجا سرما و گرما ندارد. فصل‌های بارانی و رطوبت بسیار در درجه حرارت گرم به یک نواخت همه روزهای آن را به شب می رساند. در آنجا دریا طوفانی است. تا حال سونامی بزرگی که خرابی به بار آورد مالدویس را مصیبت زده نکرده. پراکندگی جزیره ها و طوفان دریا مانع از سفر و انتقال توریست ها نشده. علاقه به زندگی در طبیعت و دور از محیط شهرها برای مدتی کوتاه لذتی است که خیلی ها مایل به تجربه اش هستند. در مقایسه مالدویس با باتلاق ها میبینیم که جزیره ها بسیار دور و پراکنده میباشند. باتلاق ها در یک مساحت محدود محاصره زمین هستند. رسیدن به همه مناطقش بسیار آسانتر از جزایر طوفانی مالدویز است.
هوای باتلاق ها در مدت 8 ماه سال بسیار مطبوع است. در ماه های گرم تابستان با بالا بودن رطوبت هوا به علت وجود آب در باتلاق ها با یک بادبزن برقی گرمی کاسته می شود. آب باتلاق ها موج و طوفان ندارد. ساختن و تهیه وسایل در باتلاق ها بسیار ساده تر از جزیره های اقیانوس می باشد. با این همه تفاوت و برتری محیط باتلاق ها و امتیازهای جغرافیایی و فراهم بودن سرمایه نفت سادگی بهتر نمودن آن، ما چه کردیم؟ برای بالا بردن سطح زندگی مردمانش چه برنامه ای داشتیم؟ آیا توانستیم وهم برتری شعوری خود را کنترل نموده و برای یک منطقه از میهن متفاوت و گوناگون راه حلی دوراندیش یافته و آن را عملی سازیم؟ آنچه کردیم در گفتار آینده به گوشتان خواهد رسید. صبر و تحمل داشته باشید. از شما سوالهایی خواهم کرد که امیدوارم تحمل شنیدن و زحمت پاسخ دادنش را داشته باشید. تا هفته آینده و پایان گفتارهای باتلاق ها برایتان تندرستی و خوشی آرزو می کنم. شاد باشید. فقط من یه چیز متوجه نشدم، این نوشته چی بود؟ چون آخرش یه چیزی نوشته مثل یوسف التبریزی و خیلی جالبه. دختر من یه مداری فارسی میدونه و اینها، امروز یک نوشته ای رو به من نشون داد، گفت بابا این چی نوشته؟ وقتی براش خوندم گفت خب چرا نقطه ب رو گذاشتن زیر ج، چرا نقطه نون رو گذاشتن بالای ت؟ گفتم ببخشید اینا مرض دارن. دیدید این نوشته هایی که میخوان خیلی قشنگ باشه؟ مگر نوشته دلیلش این نیست که اون چیزی رو که اونجا نوشتن به من منتقل کنن. این چیه این اینجوریش میکنه؟ حالا نستعلیق اینام دارن، اصلا اینجا دیگه کورسر رفت از بین، ولی این نستعلیق نگاه میکنی یه چیزی رو نوشته پدر بیدر، نمیدونم والا. شاید من کم کم دارم دیوونه میشم، یا شاید دیوونه بودم دارم دیوونه تر میشم. بذارید شماره تلفنمون یه بار دیگه هم اینجا برای شما بنویسیم که دو بار ببینیدش. اینجا هست، بله، 202-695-2573. ممنونم آقای فرزاد نیساری عزیز، همشهری گرامی، میگه نور علا نور میشه در رابطه با برنامه جمعه که هم آقای امیر حسین لادن با ما هستن و هم آقای دکتر کوروش زعیم از ایران. بالاخره این ماجرای جبهه ششم معلوم شد، اصلا اونجوری نیست که اون دوستمون آقای داریوش احمدی میگفت که این همیشه معمولی بوده، همون جبهه حتی چهارم به پنجم هم مشکلاتی بوده و اینها. این جبهه که دیگه آقای کوروش زعیم توضیح داد که دیگه گفتیم بابا تکلیفون معلوم کنیم، ببینیم کی اصلاح طلبه و کی دنبال یه چیز جدیده. این میگم کلمات توی برنامه های ایران قاطی پاتی شده. اصولگرا الان شده آدم های تندرو و بد، اصلاحگرا که یه کلمه خوبی هست، ریفورمیست، این بد شده، شده فرش خار مادر و نمیدونم چه باید کرد، من نمیدونم. یه نوشته ای رو بذارید براتون بخونم، یه کمی صبر کنید من برم روی این فولدر اینجا. پس 27 حالا تا 27 هم وقت داریم، اینا رو میخونیم در برنامه های آینده از خود آقای امیر حسین لادن و دوستانی هم که در چیز بودن در اندیشکده هستن. میخواین که اگر ویدیویی در این رابطه هست، یه ویدیو یه دقیقه‌ای 45 ثانیه‌ای بفرستن ما براشون پخش کنیم. میگه اون شیخ تبریزی بود که برای تبلیغ اسلام به اونجا رفته و این خط خط کوفی بود. اکبری چند سالته؟ 90؟ 102؟ چند سالته؟ همه این چیزها رو تو میدونی، بلا نگیری ایشالله. به بعضی از دوستان میگم خدا خفت نکنه تا خودم بیام خفت کنم. یه جنبش الان راه افتاده به نام من هم شکنجه شدم. اتفاقا در همین رابطه با خانم شیوا محبوبی میخوایم صحبت کنیم و تیترش اینه: من هم شکنجه شدم، ما همه اسماعیل بخشی هستیم. میدونید که اینجا رسمه وقتی یه برنامه هست میان حتی عکس درست میکنن، عکس طرف رو همه رو صورتشون عکس اونو میذارن، که یعنی
منم دنبال آزادی هستم، با این هم فکرم، ولی متاسفانه یا شاید من خیلی مطلب خشخاش میذارم. گفتم بهتون این آقای توکلی، کیانوش توکلی، حرف خوبی میزنه. میگی که به ما میگن که آقا امروز روز اتحاد، شما چرا از اختلاف و اینها صحبت میکنی؟ گفتم آقا شما اتحادتون رو داشته باشی، ولی حرف من گوش کن، روش فکر کن، و من نمیخوام شما اختلاف داشته باشید. و اگر با این حرف من بین شما اختلاف ایجاد میشه، حتما به اون اتحاد و اتفاقتون شک کنید. ببخشید اینو میگم، مثل این میمونه که یه نفر بیاد به همسرش بگی که من میخوام از تو جداش. طرف بگی برای چی؟ بگی تو خیابون داشتم میرفتم یه کارگری به من گفت که میای بریم حال کنیم. خب این نشون میده اصلا این منتظر حالا ما نه اون کارگر، شاید مثال خوبی نزده، در هر صورت خانم شیوا محبوبی با ما خواهند بود تو در مورد رو صحبت کنیم. ببینید، من روزی که همه شروع کردن گفتن رأی من کو، گفتم بلا فاصله سوال پیش میاد که شما رأی دادی؟ میگی نه. این غلطه. وقتی که شما نتونی شعار درست رو پیدا کنی، نشون میده جان نمیفته، با مردم ارتباط نمیتونه برقرار کنه. هیچ که تو انقلاب نیومد بگه ما آزادی اجتماعی داریم، آزادی سیاسی میخوایم. رفتن یه شعارای انتخاب کردن و برای مردم فرستادن که همه خودشون رو تو اون چارچوب این شعارا میدیدن، برابری، آزادی، فلان، اینا. من فکر میکنم دوستان ما اشکال دارن. اشکالشون هم اینه که هر کسی هر نوشته ای رو نوشت بدون اینکه به یه نفر دیگه بگه پخشش میکنه. شاید هم نیست نفر دیگه ای. این همون جنبش های تک نفر است. ولی یه چند تا نوشته خوب دارم براتون میخونم. یکیش از آقای ایشون مهمون برنامه ما بودن، اجازه بدید پیداشون کنم. یک لحظه بله، آقای محسن ابراهیمی. یک نامه سرگشاده یک حکومت را. این آچمز که میگن توی شطرنج، این همون ماته، چون ما داریم کیش و مات. اینجا چی میگن به کیش و مات؟ در هر صورت آقای محسن ابراهیمی میگه آشنایان با شطرنج خوب میدانند که اگر مهره‌ای از دشمن در وضعیت آچمز قرار گیرد، این مهره دیگر نمیتواند تکان بخورد مگر اینکه جبهه خودش را در خطر جدی و شاهش را در معرض مات شدن قرار دهد. پس این همون کیشه، چون بعد از کیش میرسی به یه جایی که مات میشی. نامه سرگشاده اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات حکومت اسلامی را در چنین وضعیتی قرار داده است. مهره های وزارت اطلاعات نمیدانند چطور حرکت کنند که شاهشان مات نشود. در بنبست هستند. جایی و سمتی برای حرکت ندارند و دقیقاً به همین دلیل به هذیانگویی افتادند. اظهارات اخیر رئیس کمیسیون امنیت مجلس اسلامی درباره اسلام بخشی را باید در این چهارچوب قرار داد. مقاطعی در حیات سیاسی حکومت‌ها هست که گفتار و رفتار خود حکومتی‌ها بیش از هزار تحلیل نشان می‌دهد که حکومت مورد بحث در باطلاق سیاسی گیر کرده و با هر تکانی، واقعاً هر تکانی بیشتر در این باطلاق خودساخته فرو می‌رود. بسیار عالی. میگه آلمانیا میگن شاخ. بله، راجع به این چیز میگین دیگه، نه؟ کیش و مات و اینها. اینجا میگن کیش، رو نمیدونم چی میگن، ولی میدونم به مات میگن میت. و این ماجرا اتفاقا اگر فرصت بشه از آقای محسن ابراهیمی هم ما سوال بکنیم، یعنی خواهش میکنیم که بیان در برنامه باشن. و باز برمیگردیم به همون شکایت سوربی. آقای ابراهیمی، شما این چیزی که میگی درست، ما هممون هم اون ویدیو رو دیدیم که طرف گفت حالا ما ویدیوهای شکنجه و نامه اعتراض ایشون و اینا رو میخوام چیز کنیم. ولی یه سوالی پیش میاد،
شماها که فعالان سیاسی هستین، که شماها که جزء سازمان‌های شناخته شده هستید، شما که نباید همش وایسین هر اتفاقی میفته فقط تحلیل کنید. اگه اینجوری باشه شماها کار مفسر، کار تحلیلگر، کار مترجم دارید انجام میدید. ولی اونای آوانگاردن، اونای روشنفکرن، اونای پیشرو هستن، اونای رهبر هستن که بر اساس شرایط موجود فیلم ها رو دیدید. فیلم های قدیمی الان دیگه همش کامپیوتریه. فیلم های قدیمی این میز میذاش جنگ آلمان رو مثلا نشون میداد، اینجا اتریشه، اینجا هلنده، اینجا دانمارک، اینجا آلمانه، اینجا روسیه است، اینجا فلان، بعد نشون میداد اینجور با یه چوبی هم مثل این پاروی نونوای نونسنگکی فلان تانک رو میکرد جلو، اونو میآورد عقب، میگفت سربازا اینجا پیاده ها حمله کنن، همچی که حمله میکنن فلان. نداریم، نه اون میزه است، نه کسانی که بالای این میز وایساده باشن، گرد این میز وایساده باشن. همه شدن رهرو مردمی که در زجر و شکنجه و بیچارگی دارن به سر میبرن. آقا یک کارگر ساده در مظلومترین قسمت ایران، همین جاهای گرم و نبود امکانات، چه در زمان شاه چه الان، این بناده و نمیدونم همین دسفول اینا، برید نگاه کنید شما، دسفول یعقوب لیس اونجاست، نمیدونم اون پیامبره کیه، دانیال نبی اونجاست، اصلا یه مدتی پایتخت ایران بوده. ولی برید ببینید همین الان وضعشون چیه. البته ما همه میدونیم همه اینها درست بود، ساختمان‌های پنج طبقه، مدارس عالی، دانشگاه‌های بزرگ، این آخوندهای پدرسوخته همه رو 22 بهمن خراب کردن، داغون کردن، منفجر کردن. بله، چس، شطرنج، کیگ، کینگ ایز این چک، چک میتینگ ده اپوننت ویت. میگه که وقتی که شاه به اصطلاح کیش بشه یا چک بشه، دیگه اون موقع اون طرف خیلی جالبه، خوشحالم که شما این کلمه اپوننت استفاده کردید، اون دشمن نیست. آقا دو نفر که با هم شطرنج بازی میکنن که دشمن نیستن، که اینا دو نفر آدمی هستن که دارن با هم مبارزم، نه چی دارن میگن. بله، خیلی کلمه کم دارم. کیش چک، بله. خب اگه کیش چکه اون مات دیگه دهنش طرف بسته بشه و بره. و اما این ما اسمش ژانویه هست. حالا میدونید که ژانویه رو وقتی مینویسن، مینویسن ژانویری، گویا یه اتفاقی افتاده، یک نفر از اروپا آمده آمریکا، آمریکایی‌ها بهش حمله کردن، خانم شما چرا موهای زیر بغلتو نمیزنی فلان اینا. و خیلی جالبه، من خودم وقتی اروپا بودم دیدم که این اروپایی‌ها موهای زیر بغلشون نمیزنن، و جالب این بود که مردا موهای زیر بغلشون کوتاه میکردن یا میزدن. بعد که اومدم اینجا دیدم برعکسه، اینجا مردا اوه، ولی زنا باید. حالا ماه ژانویه رو شما به جای ژانویری بنویسید ژانوهری، یعنی ماه ژانویه‌ای که راجع به مو هست. وبسایتش هم بهتون نشون میدم. بله، حریف شطرنج، حریف، آها، حریف درست، حریف شما جنگی نیست، مبارزه‌ای نیست، ممکنه خیلی دوستانه به اصطلاح یک چی بهش میگن، زورآزمایی یا قدرت فکری، اینجا زورم نیست. بذارید من براتون ژانویه رو پیدا کنم، ژانوهری به جای ژانوری، ببینیم نظر شما چیه. دوستان چقدر تنبلید شما، دیگه تلفنم اینجا هست، تکس هم هست، ایمیل هم هست، فیسبوک هم هست، که شما نظر بدین. اونایی که همین برنامه زنده داره پخش میشه مینویسن، اونای دیگه از این هفته تا از امروز تا پس فردا همه رفتن دنبال چی بگم، والله یه چی هم بگیم یه وقت به شما بر میخوره. بله، The one student leads ژانوهری. این عکس رو ببینید، نظرتون رو در این مورد که خانم ها یا اصلا آقایون اینها باید این موهای بدن رو که به اسم موهای زائد یعنی زیادی
معروف شده بزنن یا نه. دوستانی که اروپا هستید، آیا اروپا هنوز اینجوریه یا اونها میگه جناب سوربی روز شما خوش، ولی حالا همه خود را تمیز میکنن. آخه این کلمه تمیزی جا داره. ببینید ممکنه این خانم از 10 نفر که موهای زیر بغلشون هم میزنن الان تمیزتر باشه، میدونی چی میگم؟ و خیلی هم که موهای زیر بغلشون میزنن ممکن مثلا سه روز هم دوش نگیرن، تمیز نباشن. همه چیزا نسبیه. ولی نوشته دیوان استودنت لیدز جانو هری. اینجا رو شما دوستان نگاه کنید، این تا اینجاش یعنی موی. این آمده کلمه مو و ژانویه رو یه چیزی درست کرده به نام ژانویه موی. میگه که women around the world are ditching their razors for جانو هری. دیچینگ شما وقتی یه چیز رو میندازی قایم میکنی، خود کلمه دیچ این جاد بغل جاده دیچ هست. مثلا طرف میگه you ditched me، یعنی من انداختی تو این گودالا و رفتی. حالا اینجا میگه که razor این چیزایی که باهاش چیز میتراشیم. بله میگه آقای اکبری الان چند سال زنها موهاشون رو میزنن. دهه 70-80 زنان ایرانی رو مسخره میکردن که اصلاح میکنن، حالا خودشون انجام میدن. ممنون و متشکرم. در صورت میگه این ماه میدونید نوامبر هم مردا به عنوان ماه سیبیل و ریش و اینها حالا که دیگه همه مردا انقدر ریش گذاشتن که اصلا دیگه اون از بین رفت. جانو هری is a project for women to come together, encourage and one another to میگه and grow out of. میگه که ماه ژانویه ماهی هست که قرار شده خانوما به اصطلاح همشون با هم بیان و این ماه رو اجازه بدن موهاشون رشد کنه و به اصطلاح حالا یا به قول خانم نایه تمیز نکنن یا به قول ماها اصلاح نکنن. منظور این است که موها را با موبر از بین میبرن. حالا دیگه هر کسی یه وسیله‌ای داره. یا این تو ایران هم اون وقتا یه چیزایی بود، حالا به غیر از اون واجبی و داروی نظافت که میگفتن، یک کرمی اومده بود که اونایی که بندر عباس و این برانور بودن از اونجا شروع شد، از کشورهای عربی، به نام نیر NAIR. این هم مصرف میکردن برای از بین بردن موهای زائد بدن. اینم موضوع امروز. و اما یک فیلمی دیدم که ساشا سبحانی، جالبه اون دفعه بهتون گفتم اون آرش سبحانی، آقای حسام سبحانی اصلا مربی کشتی من بود که تو دانشگاه پهلوی مربی بود و این سبحانی ها فامیل بزرگی هستن، هم تو شیراز هستن هم جاهای دیگه، یک به اصطلاح با ما هم فامیل هستن. یکی از شوهرای عمه من، ماشاءالله یه عمه ما داشتیم خیلی شوهر کردیم، یکی از اونها سبحانی بود. در هر صورت ساشا سبحانی آقازاده ربوده شد. این چند روز به اصطلاح بود که میدونید بعضی از اینا خودشون این فیلم ها رو درست میکنن، میذارن که یک سر صدای را بندازن، فرصتی بشه بیان صحبت کنن برای خود. و وقتی من نشستم حرفای این آقازاده رو نگاه کردم، این آقا باباش وزیر امور خارجه بوده در ونزوئلا، موقعی که ونزوئلا اینقدر وضعش خوب بود که نفت حتی به آمریکا مجانی میداد، موقعی بود که ایران برو داشت و ونزوئلا اینجوری و اینها، که این آمریکایی‌ها زدن چنان ریشهشون رو با تیشه که بیچاره ها الان میدونید تو خیابون تو سطل آشغال میگردن. ولی این آقا میگه من 12 سالم بوده رفتم اونجا و بابام اینجوریه اونجوری، ولی بابام نه، من خیلی کارگر بودم، من خودم پولدار شدم فلان اینا. یکی بگه ای به قبر بابات سگ برینه، اگه بابات وزیر خارجه نبود تو این همه امکانات داشتی که با دختر نمیدونم وزیر فلان، با پسر شاه فلان دوست باشی؟ بله. میگه که بعد تعریف میکنه که رفته ایران، از ونزوئلا برگشته ایران، ایرانی ها گولش زدن، پولاشو بالا کشیدن. آقا جون با پول باد آورده رو باد میبره. بعد یه ضرب المثل دیگه داریم، میگن پول چیز دادن خرج بواسیر میشه. این پولی که شما درآوردی از چیز دادن بدتر بوده. حالا 4 تا زرنگ هم تو ایران گوشت رو بریدن و پولتو برداشتن، ولی این فیلمه اگر خودسازم باشه توی پارکینگ لاتی پشت یه رستورانی اینا نشون میدن، این آقا رو میگیرن و هی داد میزنه واتس هپنینگ واتس هپنینگ چه خبره آقا من که کاری نکردم و فلان اینها،
یادتون باشه ممکنه یه روز اینا به حقیقت بپیونده و مردم ناراضی بیان اگه بابات مرده، اگه بابات دیگه حالا رئیس جمهور نیست، اگه بابات دیگه حالا وزیر امور خارجه نیستی، شما هستی، شما رو با لامبورگینی و با بی ام وی فلان و با نمیدونم فلان دختر و با فلان چند تا خونه و اینا میبینن، پدرتون رو در میارن. بیچاره ها، خودتون رو جدا کنید. در هر صورت اینم دیدنیه. میگه که بابا فردا اپوزیسیون یاد میگیرن به مردم میگوین برای اعتراض موهای زیر بخ. او مای گاد، این از زمانیانم بلایه. یک عکسایی میکشه، یک نوشتهایی میذاره، باید یه روزی نمیده که به جایی که ما پول بده، ما یه دفعه گفتیم کمک رو به ایرانی ها، اینم گفت چشم، بعد عجب برای خودمون دردسر درست کردیم. اگه یه پولی میفرستاد، ما اینجا این عکساشو به صورت یه آلبوم نشون میدادیم میذاشتیم و چیز نبود. میگه وزیر خارجه نبود، سفیر بود، گو نبود، کچه بود، چه فرقی میکنه؟ بالاخره از طریق این آخوندها رفته بود به اون کشور، به یک پول بی حساب و کتاب و به یک معاملاتی دسترسی پیدا کرده بود که بچه 12 ساله ایشون میگه من اونجا به عنوان مترجم میرفتم. اینایی که میخواستن بیان قرارداد بنویسن، خب چجوری این بچه رو پیدا میکردن؟ اول از طریق باباش. اینا یه نون بده سه تا نون بسون و ای خود. خب دوستان، بیش از 7000 تا دروغ ترامپ تا امروز گفته و دیشب این 9 دقیقه رو نگاه کنید، واقعا مثل آدم های یتیم، اول برنامه گفتم یادم رفت، مثل آدم های یتیم اینجوری نشسته بود. چون میدونید این خود من وقتی که سال 2001-2002 با تلویزیون شروع کردم و چون من قبلش دبیر بودم تو کلاسی که 40 نفره 120 نفره ممتحن بودن سر کلاس‌های امتحان‌های نهایی، یه جایی 600 نفر توی سالن میشناسه اینا، عادت داشتیم با جمعیت باشیم تا بتونیم حرف بزنیم، صدا بدیم. وقتی یه دفعه آمدیم توی استودیوی نشستیم خودمون بودیم و حالا تازه 4 نفر دیگه هم بودن، حقیقتش مشکل بود حرف زدن. یعنی شما وقتی که تماشاچی نداشته باشی، هزار حاضر نباشن، خیلی مشکله که خودت نشستی با یک دوربینی داری اینجا حرف میزنی. ترامپ همه عمرش عادت کرده که با دیگران باشه، پوز بده، قلوف کنه و به همین خاطر هم هست میگن وقتی در جمعه آدم بسیار خوبیه، خوشمشربه، خوشبرخورده، ولی تو تلویزیون که میاد میبینی 2000 نفر آمدن جلوش اینا، اون دیگه اصلا موضوع داره پرواز میکنه، هرچی دروغ دلش میخواد میگه، هیچ کم نیست جلوش وایسه. دیشب این 9 دقیقه آمد صحبت کرد، اولا فهمیدن که این یک چیز جدید نگفته، چندین دروغ گفته، دروغای بزرگ گفته و این رو به عنوان اولین تبلیغ انتخاباتی سال 2020. یه چیزی بهتون میگم دوستان طرفدار پادشاهی، لطفاً اینو میگفتن چی؟ گل نگیرین از ما. کم کم دارم میرسم به اون نتیجه‌ای که آقا این زرت و زرت هر 2 سال و 4 سال انتخاباتم به درد نمیخوره. شما نگاه کن اینا الان هنوز دارن راجع به 2016 و اون اشکالات صحبت میکنن، همین جوری که الان دارن راجع به 2020 صحبت میکنن. یعنی اصلا زندگی مردم فلج شده. تو اروپا اینجوری نیست، تا اونجایی که من بودم چند ماه یا چند هفته، همینجا وقتی ما اومدیم شما شب قبلش روز انتخابات اینا نمیدیدی، قانونی نبود که بیان. الان داری میری رای بدی، طرف میاد هی کاغذ رو میکنه تو صورتت، برای دموکرات میری رای میدی یا فلان، آقا به تو چه، خانم به تو چه، بذار من برم داخل اونجا کاغذ هست میگیرم. در هر صورت میدونید که یه دفعه آقای رضا پهلوی و اون اولایی که هنوز فکر میکرد شاه میشه، گفت این انتخابات هم خیلی خوب نیست. شاه هم یه بار گفته شما ببینید در کشورهای دیگه چجوری برای انتخابات همدیگر رو میکشن، همدیگر رو میزنن، مال ما خوبه اینجا. انتخابات هم تازه وقتی میگیم، من به هویدا میگم کی بشه، هویدا میره اونجا میگه کی بشه، یه نماینده بیچاره هست فکر کنم مال تبریز، میگه آقا من انتخاب شدم، فردا به من زنگ زدن گفتن تو نیا، یکی دیگه بیاد. مال دوره شاه هست دوستان. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. بعد از صحبت‌های ترامپ شارلاتان، این نانسی پلوسی که اینم دیگه فسیل شده و آقای
چاک شومر آمدن و صحبت کردند. گفت این که میگه ما گفتیم دیوار سیمانی نمیخوایم، نرده آهنی میخوایم، ما اصلا هم چیز نگفتیم. قرن قرن 21 و باید چیزای تکنیکی، همین درون، این هواپیمای بدون سرنشین یا سنسور، میگن شما میدونی از تو ساتلایت میتونن سنسوری بساز، یعنی باش شاید هم هست الان که به شما بگی تو این ماشینه سوربی مثلا مواد مخدر داره. در هر صورت حالا ببینیم چه میشه. این قسمت آمریکا که وضعش الان خیلی خرابه و دیروز نامه‌ای که وکلای منفورد به طور اشتباه دادن بیرون و همین کالوژن یا برخورد یا هر چیزی که بگین معلوم شد که خیلی هم دارن. حالا ببینیم که این دموکرات‌ها به موقع میتونن سر و ته ایمپیچمنت رو جمع کنن یا اون آقایی که 10 میلیون دلار اول داده بود و اینا، اون دیگه الان میگه که نشد، 6.5 میلیون نفر جمع شدن برای ایمپیچ ترامپ، ولی ما حالا باید صبر کنیم تا ترامپ دورش تموم بشه، نگذاریم دوره دوم بیاد. زهی خیال باطل. حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. یه خانمی که فلسطینی تبار هست و اینها، راشد یا راشد نمیدونم، این میدونین دیگه، نماینده شد و اولین روزی که آمدن توی مجلس وقتی که خیلی شور حسینی داشت و اینها، فوش داد به ترامپ و گفت که این مادر قهوه باید به اصطلاح فرم استیضاح، اینجا برای فرم استیضاح یا ایمپیچمنت یه نفر چند نفر از این نمایندگان مجلس شروع میکنن، آرتیکل 1، آرتیکل 2 همینجوری می نویسن تا به اصطلاح اونای دیگه هم امضا کنن. قانون داره از یه حدی بیشتر بشه اینجوری میشه، بعد مجلس اگه تایید شد میره سنا و الی آخر. دیروز اینو آورده بودن چون چند روز گذشته از سوم تا دیروز که هشتم بود تقریبا این ور اون ور همه یه جوری کار این رو کاری زشت و ناپسند میگفتن، ولی از دیروز سر صداش بلند شد که آقا وقتی پرزیدنت به همه فوش میده اون شروع کرده و الان اینا هم باید فوش بدن. حالا فکر کنم یکی از چیزای انگلستانم فوش داده به ترامپ و در این رابطه دو سه تا چیز هست من بهتون نشون بدم. یکیش اولا من این خانم نازنین زغاری خیلی جالبه، میدونید مثل اون دوستمون آقای صبری حسن پور بود که رفته ایران، بنده خدا گردشا و فامیل و اینها رو دیده، بعد که خواسته بود بیان بهش گفته بودن وایس و بغل و گرفتنش و 2 سال زندانی بود. این خانم گویا وقتی میره ایران با فرزند کوچکش هم میره اونجا، وقتی داشته میمده دستگیر میشه و فیلمش رو توی بی بی سی هم نشون دادن، یعنی تلویزیون های ایرانی گویا فیلمش رو نشون دادن و در این رابطه با خانم شیوا محبوبی صحبت میکنیم. اینم از این ماجرا و موهای طبیعی بدن خود را بپذیرید و خیلی برنامه چی دارد براتون. خانم زاغری جنگ نرم، دولت ایران ایشون رو متهم کرده به اینکه شماها دارید جنگ نرم علیه ایران به راه میندازید. حالا ببینیم وکیلش کی بوده، چجوری شده، کجا سرانجامش، اینها رو پی میگیریم. و اما براتون چی رو میخواستم پیدا کنم بهتون بگم، یه ویدیو قشنگی دارم، 2 کلم حرف حساب. ببینید دوستان، من روی فیسبوک گاهی وقتی خودم چیزایی رو میبینم، گاهی وقتی دوستان برام میفرستن که میبینم جالبه، و آقای فرخ هم لطف کرده بود اون روز، گفته بود آقا شما میگی که این فرخ فیسبوک من رو به عنوان سطل آشغال استفاده میکنه، نه اینجوری نیست، من چیزایی رو که به نظرم جالب میاد برای شما میفرستم. من اینجا ازتون خواهش میکنم خبرایی رو که روی صفحات خبری که شما میبینی منم میبینم اونا رو برای من نفرستید. یه ویدیوی جالبی باشه، یه چیزی باشه که فکر میکنید دیگران برای من نفرستادن، اونو بفرستید. اون وقت تازه همونم میبینی 20 نفر قبل از شما برای من فرستادن. آقا ما نمیخوایم پوز بدیم، 20,000 نفر حداقل رو ایمیل من، فیسبوک شخصیم و فیسبوک مردم تیویه. اتفاقا این آقای مانی خورسندی دیروز به دیگران میگو اصلا چه دل پری از من داشت، میگو که دوستان ببینید چند نفر سوربی رو بلاک کردن،
گفتم من اصلا نمیدونم شما کجا داری نگاه میکنی و شما بیا ببین من چند نفر رو بلاک کردم توی فیسبوک. حالا دیگه هنر اینه که چند نفر بلاک کرده باشیم، هنر این نیست که چند نفر دوستمون باشن. داشته باشید، این نازنین رو نشون دادم، بریم ترامپ رو بهتون نشون بدم. ایران و ترامپ، بله ترامپ یک مثلا نقاشی یا کاریکاتوری کشیدن به این صورت که با این کاری که انجام داده، یعنی انگار این که این گنبد مجلس رو برداشته و ازش به عنوان توالت استفاده میکنه، نشسته اینجا و داره ترکمون میزنه. ولی برای این دوستمون که اینو فرستاده بود گفتم نه، اتفاقا برعکس شده. الان اگر کسی داره به اصطلاح شت دامپ میکنه، مجلس هست داره شت دامپ میکنه روی ترامپ. این یکی. یه چند تا بله، برای سال نو این ویدیو این چیز رو فرستاده بودن، چی میگن، این کارت تبریک fuck Trump and happy new year 2019 که خیلی این اینورور میگشت، یعنی برای سال نو، برای که مردم یک کمی به اصطلاح خوشحال بشن از این چی کنن، فوش به ترامپ. این برای اون آقا پرویزی که 2 سال پیش به من گفت که آقا این عالی جناب ترامپ رئیس جمهور ما، گفتم بابا get a life. و این جالب، این عکس مال ایرانه، بهتون نشون بدم، بذارید، نوشته آمبولانس. نگاه کنید، بعضی از اینا برای خودشون بالاخره ذوقی به خرج میدن. بذارید من اینو اندازه صفحه کنم و شما دیدید در اون برنامه دوستمون عکس ها، میدونید با صفحه ما جور نیست. صفحه ما مثلا یکیش 19 به چند 1980 بدم، حالی هر چیز، صفحه یکش پهنه یکش باریکه. اینجا نوشته آمبولانس سردخانه، شمارش هم نوشته، بعد نوشته ظلم نکن، آخرش مسافر خودمی. اینجا میبینید خیلی جالبه. بعد نوشته بود پشت یک کامیونی که نمیدونم همه طلبکار ملتن، من به ملت بدهکارم، منظورش بانک ملت بود. این یکی هم، این ماشین رنو هست، رنو فرانسویه، و اینجا نوشته ظلم نکن، آخرش مسافر خودمونی. حالا من خودمی نمیدونم اینو بعدن گذاشتن یا قبلن. ضمناً وقتی روی آمبولانس شماره تلفن می نویسن، دوستان، یعنی تو ایران اینا شخصی هستن که شما بهشون زنگ میزنی که آقا پدر من مرده، بیا برش دار جنازهشو ببر سردخونه. یعنی اینجور نیست شما به بیمارستان زنگ بزنی. نمیدونم، بهتون گفتم من سال 2005 وقتی رفتم ایران، اولایی بود که این تلفن‌ها تو ایران همه داشتن و اینها، دیدم اتوبوس‌ها تو جاده، حتی بعضی از شخصی‌ها پشت ماشینشون شماره تلفنشون رو نوشته بودن. من از پسرم، من با پسرم پرسیدم گفتم این برای چیه؟ گفت که این بعضی وقتا بهش زنگ میزنی میگی داداش مثلا من هم پیکان سفیده هستم، پشت اون پراید داشت، من هم پراید سفیده هستم، یکم برو کنار من رد بشم. گفتم او مای گاد. نماینده کازرون سید عبدالحسین طباطبایی را مردم انتخاب کردند، شاه مخالفت کرد و یک نفر همدانی را کردند نماینده کازرون، چون طباطبایی در دوره قبل از دولت ایراد گرفته بود. بله، نشکش خصوصی هم داریم. بله، اینم این ماجرا. خب بذارید براتون یه دو تا ویدیوی دیگه نشون بدم و بیام راجع به فیسبوک. من ماجرای فیسبوک که براتون میگم، بعضی چیزها جالبه ولی من از استفاده میکنم که به شما دوستان بگم این کار رو نکنید. حالا میخواین به حساب ادب از که آموختیم از بی ادبان بذاریم، یا به این حساب که از اشتباهات دیگران تجربه کسب کنیم، هر کدومش شما دوست داری. اولا این ماجرای داروین رو میدونید که گفته بود به اصطلاح پروفسوری که گفت که ما نسلمون از میمون و اینها هست، و این میمونه توی این گوریل هم هست توی این قفس، یقه داروین رو گرفته و بهش فوش میده، میگه تو با اون تئوری این اِوولوشن چی میشد؟ تحول ها؟ آره، میگفت که فلان تو و اون تئوری به فارسی تحول میشه، چی میگم؟ میگه که من با شما هیچ
فامیلی ندارم. اینا رو نشون میده، سرباز اونو کشته، این یکی داره اونو شلیک میکنه، این نمیدونم طالبان و نمیدونم اونا آیسیس و فلان دارن گردن یکی دیگر میبرن، این یکی دیگه پلیس با چیز داره اونو میزنه اینا، و این میمون یقه داروین گرفته میگه بی خود گفتی که تکامل تکامل. خیلی ممنون، ممنونم آقا. آقای امیر حسین لادن، آقای فرزاد نیساری نوشته جمعه برنامه نور علی نور میشه. یکی از اشکالات بزرگ اینه که وقتی ما مهمونای خوب دعوت میکنیم اون وقت برنامه خودمون یه مقداری بیمزه میشه، که اونم البته باید سعی کنیم ما یاد بگیریم از اونا که به اصطلاح برنامه از اون قوام و دوام نیفته. و اما بریم چند تا میخوام اینو بهتون نشون بدم. فیسبوک شماره یک یه آقایی هست، اگه بتونم پیداش کنم، ایران فیسبوک شماره یک اندیشکده رو بهتون نشون دادم. 27 تا اون روزم باز صحبت میکنیم احتمالاً چند بار با آقای لادن و دوستان، که اگر شما هم اون اطراف هستید بتونید حتما برید. نمیدونم چرا این فیسبوک که عکس گرفتم اینجا نیست. حالا ای داده بیدا، ماجرا چی بود؟ یه نفر آمده بود برای شوهر خالش یه چیزی نوشته بود، خیلی به نظر من خنددار بود. اونی هم که برای من فرستاده بود لابد اونم فکر کرده بود که خندداره فرستاده. بذارید پیداش کنم، اسمش هم نمیدونم آرمان بود چی بود. و من معمولا برای اینایی که میخوام دربارشون صحبت کنم ایران فیسبوک پیداش کردم، پیداش کردم، بله یافتم یافتم، حالا کم مونده ما برهنه بودویم، یافتم یافتم. مال کی بود؟ ارشمیدس بود. اون قانون هر چیزی در آب که فرو میره به اندازه وزن، به اندازه حجم، چه میدونم مایه هم حجمش. بله بله، آقای آرمان مشمولی. آقا آرمان جان، این یه تبلیغ مجانی برای شما. نوشته سلام عرض میکنم جناب خورشیدی. والا من نه خورشیدی رو میشناسم نه تا دیروز این آقای آرمان مشمولی، و اونجام که نگاه کردم اصلا این نوشته زیر چیزی به نام خورشیدی نبود، ولی این جالب بود. اون دوستمون لینک فرستاد، عکس فرستاد، ما هم نگاه کردیم. سلام عرض میکنم جناب خورشیدی، با توجه به این که بنده از اقوام خیلی نزدیک شما هستم ولی به دلایل مختلف هنوز شما را از نزدیک ملاقات نکردم، یعنی چند ماه قبل از به دنیا آمدن بنده حدود 36 سال پیش شما از ایران مهاجرت کردید. آرمان هستم، خواهرزاده خانم شما، که هنوز حتی برای یک بار از نزدیک من و شما هم دیگر را ملاقات نکردیم، ولی با توجه به این که بنده سیاسی نیستم و مداخله‌ای در سیاست ندارم، ولی سوالات بی جوابی برای بنده وجود دارد که در قسمت پیام‌های شخصی از شما پرسیدم. یک سوال بی طرف و غیر مداخله، فقط برای روشن شدن سوالات شخصی که در مورد شخص شما دارم. با توجه به این که اولین پیام و یا نام نگاری البته از نوع رسانه‌ای هست و یا به و تا به الان با هم در طول این 36 سال دیدار و ملاقات از نزدیک نداشتیم، هیچ شناختی هم بنده و شما از یکدیگر نداریم، سلامت باشی شوهر خاله گرامی. دوستان تو رو خدا از خودتون سوال کن، مثل این میمونه که شما روزنامه اطلاعات باز کنی یا کیهان رو باز کنی، من برای شوهر خالم نوشته باشم شوهر خاله عزیز. اولا به چند دلیل من شما رو ندیدم، یکیش این که اصلا وقتی من دنیا اومدم شما نبودی، مردی. بعد آقا این فیسبوک بهش میگن رسانه اجتماعی، سوشال میدیا، رسانه اجتماعی. اون کار اولت درست بوده، برای این پیام خصوصی فرستادی، طرف گفته آقا من الان اگر این جوابش بدم فردا به این میگه خب شوهر خاله عزیزم که به نظر میاد آدم خوبی هم هستی، جواب اولی رو دادی، من در فکر این هستم که بیام اونجا، اونجا ویزاش چطوره، باید بگم اینجا اینجوره اونجوره،
نامه سوم میاد، شوهر خاله عزیزم که هنوز ندیدمت و من سیاسی نیستم ولی از شما سوال دارم، آیا من میتوانم در خانه شما مجانی بیام زندگی کنم، مفتخوری کنم؟ آقا به این خاطر طرف دلش خواسته به شما جواب نداده. حالا وقتی جواب خصوصی تو نداد، شما میای اینجا در میزنی. من بارها شده میبینم طرف میاد در میزنه، اونجام نوشتم اگه آبجو ندارید در نزنید. بکنم آقای لادن دید اون نوشته رو، نوشتم ما نه دینمونو میخواییم عوض کنیم، اصلا نداریم که بخواییم عوض کنیم، نه چیزی میخریم دم در، و اگه آبجو نداری شما در نزن. اوکی، میبینم طرف در میزنه، منم از اینجا دیده در رو باز نمی کنم، چون شعور داره میفهمه به خواسته من احترام میذاره، راهشو میکشه میره. حالا شما با این کارت به نظر من بیشعوری تو نشون دادی. حالا چرا میگم بیشعور؟ برای که بعدش برای من نوشته، میخونم برات. سوربی در زدی، در رو باز نکردی، رفتی با اونجا مستر میلن و گلن و فلان اینا رو جمع کردی، آقا این سوربی تو خونه است ولی در رو باز نمیکنه. خب اونا هم بهت میگن که آبرو خودت میخوای ببری؟ تا الان فقط تو میدونستی که سوربی نمیخواد با تو حرف بزنه، الان ما هم میدونیم که شوهر خاله شما نمیخواد با شما حرف بزنه. آقایون خانوما، چیزای خصوصی رو خصوصی برای طرف بفرستید، اگه جواب نمیده یه بار دیگه بفرستید، اگه جواب نمیده دو حالت داره، یا اصلا نمیخونه رو اونجا رو، یا نمیخواد با شما صحبت کنه. ولی یه چیز دیگه اینجا باز باد باشه، فیسبوک دو، بله ایران فیسبوک دو. حالا میدونید چرا پیداش نمیکردم؟ برای که یه جا مینیسم، آهان خوشنودی میگه این آقا تازه منو با خورشیدی اشتباه گرفته. او مای گاد، پس کی بوده؟ یکی از دوستای تو برای من فرستاده اینو. منم گفتم تو اون صفحه من اصلا شخصی به نام خوشنودی ندیدم. دوستان حالا نگاه کنید، ما برای این آقا نوشتیم که آقا ما فردا میخوایم از این نوشته شما برای شوهر خالت که هیچ وقت ندیدیش استفاده کنیم. اولا سه بار شما تو 6 تا جمله نوشتی من هیچ وقت شما رو ندیدم، بعدم نوشتی من سیاسی نیستم ولی چون سوالات زیادی دارم یک سوال از شما کردم. حالا بمانم، این آقا برای من نوشته، آرمان مشمولی: سلام آقای سوربی، وقتی یک مرتبه از یک حفره ناشناس درآمدی، حالا ببینید چقدر احمق این شخص، به من میگه از یک حفره ناشناس، منی که 20 ساله اسممو که بزنی مثل خر سید احمد، مثل گاو پیشونی سفید معروفم، این به من میگه من تو حفره هستم. اوکی، وقتی یک مرتبه از یک حفره ناشناس در آمدی و به من پیام دادی و با توجه به این که عدد و رقمی نیستی و این چیزی که در مورد پیام من به یک شخص دیگر گفتی و گفتی میخواهی در برنامه خودت ذکر کنی که اصلا برای من مهم نیست، ولی به قسمت پیامهای خودت نگاه کن و پاسخ خودت را ببین. در ضمن یکی از موارد فرهنگی درست یه بار دیگه دوستان، در ضمن یکی از موارد فرهنگی درست از فضای مجازی، یعنی این که شخص شما به پیام‌ها و نظرات دیگران کاری نداشته باشی، خصوصا اگر پیام محترمانه باشد، و این کار شما یعنی تجسس بی مورد و بسیار زشت. ببینید چقدر احمقه، آمده گذاشته تو کامنت عمومی که منی که الان دارم میگم والا به جان دوتا بچه‌ام، تا دو دقیقه قبل که نگاه کردم به سمت راست اصلا نمیدونستم این خوشنودی رو با خورشیدی اشتباه گرفته، یعنی این نمیدونه حتی خالش با کی ازدواج کرده، فقط دنبال یه ریسمان پوسیده این ور ور میگرده که دست بندازه و از این شتحول ایرانی بیاد بیرون. حالا ولی خیلی بلده، میگه که ما که اونجا، احمق تو آمدی عمومیش کردی، تو آمدی گذاشتیش توی کامنت و به همه گفتید که بیا خاک بریزید بر سر من بیچاره نادان. دوستان من یکی از اونایی بودم که همش میگم امید ما به جوانانه و اینا یه نسلی از ما جوانتره. میدونید که آقای چیزم اشتباهی میگه هر نسل 35 ساله. دوستان هر نسل تا امروز بهش میگن 25 سال، هر جنریشنی، هر نسلی تا
تا امروز بهش میگن 25 سال، یه آقای احمقی بود، یه بچه جوونی از ایران اومده بود، میگفت ما نسل پنجمی ها. میگفتم آقا نسل پنجمی یعنی 125 سال، شما داری از چی حساب میکنی؟ نسل پنجم مشروطه هستی؟ میگفت نه آقا ما نسل پنجم انقلاب ایران. میگفتم چیه بابا 10 سال 10 سال بچه درست کرده، چی کار کردین شما؟ شدی دست خلاص خدایا. اینم نسل جوون، این آقا 36 ساله، نه خالش دیده نه شوهر خالش دیده، حالا برای خورشیدی برای خوشنو اکبری میگی مدینه گفتی و کردی کبابم. کی از این فامیلایی که نمیشناسیم فقط دنبال میگرده که بیاد خونه مجان؟ خدا خفتون نکنه. دقیقا زدی تو خال آقای سربی، کسی که 20 ساله نه دیدمش نه احوالی، میپرسیده من از فیسبوک پیدا کرده، سلام علیک، هنوز سلام علیک کامل نشده، از طریق آمریکا اومدن و ویزا گرفتن سوال میکنه. چند میلیون مورد این چنینی خودم داشتم. بازم بهتون و هر کسی که شما میپرستید باور کنید، من اصلا خبر نداشتم همچین اتفاقی برای آقای خوشنودی هم افتاده، ولی دیدم دوستان فامیل میاد آقا من چی کار کنم؟ میگم آقا با دانشگاه تماس بگیر ببین دانشگاه چی میگه، زندگی اونجا چیه. میگم برو رو اینترنت بزن مثلا living cost in Washington ببین چنه. من چه میدونم، من که اینجا هر روز دانشگاه نیستم ببینم چند خرجش دانشجو چند. یه دانشگاه هست جوک میگن، میگن طرف آمد گفت که باباش فراری خرید، بچه عرب بود توی اروپا، باباش براش فراری خرید، برای باباش نامه نوشت که بابا بچه های اینجا با قطار میان دانشگاه و تو برای من فراری فرستادی. میگه بابای احمق عربش رفت براش یه قطار خرید که با قطار بره. حالا اینم همینجوری، من که نمیدونم دانشگاه چه خبره، خرجش چقدره، ولی میدونم که این نوشته شما که شوهر خاله عزیزم ای که من تو را ندیدم و تو هم نمیخوای نه من رو ببینی نه سر به تنم باشه، ولی نگاه کنید حماقت اینها. امید به این جوانها نبندید، یه مشتی آدم های پرمدعا، یه مش آدم های طلبکار، همین که هر روز هی به اینو میگن آقا شما انقلاب کردی ما رو بدبخت کردی. میگم خب آخه اولاق اگه قبول داری ما انقلاب کردیم باید از خودت خجالت بکشی، بگی که اینا چی داشتن، هشت دست و پا داشتن که اینا تونستن ما نتونستیم. ما که 30 میلیون بودیم، شما الان 80 میلیون هستید، ولی افتادید مثل خرچنگ خودتونو میکشید پایین از اوکی. و این در فضاوی اگر پیام محترمانه باشد، این کار شما یعنی تجسس بیمورد و بسیار زشت و با توجه به این که ریشه در فرهنگ و تربیت شما و از طرف خانواده شما دارد، یعنی شخص شما آقای پارسا سربی دارد، این مطلب را هم حتما در برنامه مثلا از نظر خودت جالب تلویزیون خودت، البته اگر وجود یا شهامت داری که به طور حتم نداری، پخش کن. نگاه کنید دوستان، این به یه ایرانی من نوشتم آقا این نوشته شما رو برای من فرستادن و من فردا میخوام در موردش صحبت کنم، به جایی که بنویسه آقا شما درست میگی من اینو اشتباهی در قسمت کامنت عمومی نوشتم و اونو برش میدارم. اینه اون جوان 36 ساله ایرانی، یعنی انقلاب واقعا کار خودش رو انجام داده، همون جوری که ترامپ ریده تو مجلس، آخونده هم ریدن تو ایران و این بوی گندش تا کی به مشام من و شما برسه داستانیست که خود بهتر از من میدانید. اینم از این. خب به نظر میاد همه کباب شدن، مدینه گفتی کردی کبابم، دقیقا اونم میگه اینجوری اینها. بازم براتون یه چند تا نوشته دارم، اینا رو بخونم و بریم. آقای سیروس دولت‌شاهی، اون آگهی شما یا فراخوان شما رو خوندم، اعلام کارزار که خانم شیوا محبوبی قرار روز جمعه با ما باشن و به انگلیسیش میگه I was tortured too. من نمیدونم شما واقعا تو انگلستان اگر مثلا یه نفر تصادف کرده باشه، طرف اینجا یه نفر ماشینشو برده بود داده بود به HBL، خیلی پولش گرفته بودن، یه سیاهی بود آمده بود یه تابلو درست کرده بود نوشته بود که این HBL من رو زیاد چارج کرده، اگه شما هم
اینجا نقره داغتون کردن بوق بزنید. خب 4 نفر که بوق میزنن آبرو اون فروشگاه میره. ولی اگه منی که دارم رد میشم، نه HBL رو میشناسم، HBL اینجا بنز میفروشه، نه HBL رو میشناسم، نه ماشینی داشتم ببرن اونجا، به نظر شما منم باید بوق بزنم؟ من فکر میکنم من نباید بوق بزنم. این اشکال ما. شما باید بگردید دنبال چیزایی که همگانی باشه، یا چند تا چیز مختلف بنویسید. چند مدت پیش یه دادگاهی را افتاد اینجا، آقای ماسالی رفت، دیگران رفت، دولت چی رو بردن دادگاه، خودشون دادگاه ترتیب دادن، قاضی فلان آوردن، چی شد؟ هیچی. این کارهایی که خودتون از قبل میدونید هیچی نمیشه انجام ندید. کارهایی را که قبلا انجام دادید دیدید هیچی نشده، اون کار رو دوباره تکرار نکنید. این نظر من. در فارسی و انگلیسی خیلی ها اول و آخر اسم ما رو میبینن خورشیدی میخونن. خب یعنی شما اصلا شوهرخاله این آقا نیستی؟ من نمیفهمم. و یا شاید هستی این اسم شوهرخاله نمیدونم، به خدا آدم ناراحت هم میشه. ما اینجا قصد نداریم جوانای ایران مسخره کنیم، ولی این بیچاره ها دیگه واقعا مثل که زدن به سیم آخر. و اما میگه It's not wrong to call a president a motherfucker. It's wrong to call this motherfucker president. میگه غلط نیست که به یه رئیس جمهوری بگی مادر قهوه. دوستان این مادر قهوه هستا، قاف هی جیمی، چرا بهش گفتن هی حمال، هی جیمی و به بعضی هم انسان قهوه، این قهوه نیست. میگه که غلط نیست، اشتباه نیست اگه به رئیس جمهورا، حتی به اوباما هم چند مدت پیش یکی فوش داده بود و هیچ چیز نبود، ولی میگه اشتباه اینه که به این مادر قهوه بگی پرزیدنت، یعنی توهین کردی به تمام اونها. من امیدوارم این صحبت 9 دقیقه‌ای دیشب این و همت دموکرات ها این بار یه کاری انجام بده و این مردک شارلاتان رو بتونن از به اصطلاح وایت هاوس به بهش میگن بیگ هاوس، به زندان اینجا میگن بیگ هاوس، از وایت هاوس به بیگ هاوس. در رابطه با اینکه این ترامپ اصلا جغرافیا و اینها بلد نیست، نمیدونه کی کجا چیه، چون قبلا در رابطه با دیوار چین گفته بود من دیواری خواهم ساخت مثل دیوار چین، این احمق نمیدونه دیوار چین اگه اشتباه نکنم 2000 سال طول کشیده، یا نمیدونم اصلا تلفاتی که داشتن و اینها، ببینید چی که هنوز تا هنوز میشه این دیوار ازش استفاده کنن، بعد به اصطلاح شده یک چیز توریستی. بعد ببینید چیه، میگه ترامپ وقتی رفته چین گفته به اونها شما هم با مکزیکی ها مشکل داشتید که این دیوار رو درست کردید. دوستان عزیز، برنامه امروز من 7 دقیقه پیش تموم شد، ولی بله یک برنامه ای رو من دیدم خیلی جالب بود درباره اون روز. یه نفر گفت این جدول مندلیوف، من یادم، با وجود که شیمی خیلی خوشم نمیاد، ولی میگفتن جدول مندلیوف، این عناصری که تا حالا پیدا شده در طبیعت همه رو میذارن میبینن اون آقا کی بلد بوده اینو درست کنه، ردیف کنه. و اگر یادتون باشه هیدروژن اولین حالا یا ماده یا اتمی بوده که پیدا شده، به خاطر همین H1 هست. بعد یه دوستی صحبت میکرد میگفت که 94 تا عنصر طبیعی داریم، بیش از 100 تا عنصر دیگه هست که اونا چون زود از بین میرن. بعد راجع به این که اینا چجوری درست میشن، چه گرمایی چه دمایی باید باشه، و بعد ثابت میکرد چون بدن ما مجموعه از اینها هست، مثلا همون H2O یا آب، H2O میگفتیم، H2O، میگه که پس همه ما آدم ها سنمون 5 میلیارد سال هست. این برنامه رو هی که گوش دادم دیدم بیشتر فهمیدم که کمتر میفهمم، ولی یه ویدیوی خوبی دارم براتون، 2 کلوم حرف حساب با خدا. من هر کسی نوشته ای میفرسته، دوستمون ویدیوهای فرستاده، عکسای فرستاده که تو خانه خدا الان موش، سوسک، جیرجیرک، پشه نریخته از این ور مرمرهای سفید، ولی از اون ور میان با آب و با جارو اینا رو تمیز میکنن،
گفتم آقا اگه این خانه خدا، یکی به این احمقا بگه آقا اینا موجود خدا هستن، خدا به اینا گفته. مگه خود شما نمیگید خدا بر همه چیز ما قادر و دانا و توانا هست؟ پس خدا اینو گفته. یه جای دیگه نوشته ای بود که نمیدونم خدا این کار کرد بعد اون کار کرد. گفتم خب خدا اون قسمت اولش هم اون کار انجام داده و این دیوانگیه که خودش یه کاری انجام بده بعد وقتی میره درستش میکنه که تازه درست هم نمیشه بگه نگاه کنید چه کار خوبی کردم. البته بهتون گفتم من یه شریکی داشتم وقتی 4 تا پیچ رو باز میکردیم بعد که میبستیم این موره رو انقدر سفت میکرد که یکیش میشکست، بعد به من نگاه میکرد میگه این از روز اولش هم الان بهتر شده، اصلا دیگه معروف بود. میگه جوانان از ایران روی خط برنامه زنده مجریان تلویزیون لس آنجلس میآیند و با کلمات خوب و مؤدب و احترام شروع به حرف زدن میکنند، ولی یهو لحنشان به حرفهای رکیک و زشت به مجری عوض میشه. دانشنامه آزاد مینویسد دیوار چین 220 سال پیش از مسیح ساخته شده است. پس بازم این قسمت رو من بدونی که بدونم درست گفتم. این آقای دکتر پارسا بناب، بار دیگه اگه آمدید حتما این کانون ایرانیان رو میریم. آقای امیر حسین لادر، آقای دکتر پارسا بناب خیلی آدمی، دکتر یونس پارسا بناب خیلی آدم باحالیه و وقتی صحبت میکنی بعد بعضی وقتا یه دفعه به شما میگه که تصادفاً شما درست گفتی. منم میگفتم من تصادفاً درست گفتم، حالا هم که یه چیزی رو ما درست گفتیم شما به جایی که بگی آفرین شما درست میگی، شما میگی تصادفاً. حالا شما اینه که گفتی یاد آقای دکتر یونس پارسا بنا افتادم. بله یه چی آخه ساختنش هم زمان زیادی طول کشیده. ساختنش هم این نبوده که یک احمق نادانی بیاد به دروغ به مردم بگه 4000 تا مجرم رو ما تازگی گرفتیم. بعد توی یک شنبه آقای کریس والاس، نه مایک والاس که باباش بود مرد، کریس والاس که تندرو محافظه‌کار فاکس نیوزه، توی فاکس نیوز به این زنه که واقعا شلیته هیچ که نتونست دوام بیاره مثل این، چون دروغ میگه و دروغهای شارلاتان ترامپ رو این موجه جلوه میده. بهش گفت خانم اینا با فرودگاه با هواپیما اومدن. یک خانمی هست که توی کارای انتخاباتی جب بوش شرکت میکرد، این مثل فکر کنم مال برزیل باشه، دیشب تو برنامه کریس کومو میگه این احمقا که میگن از طریق آب و نمیدونم زمین میان اینجا، بیشتر برزیلیایی که میان اینجا از طریق هواپیما میان بعد میمونن، حالا اینجا خلافکار میشن، خلافکار بودن و اینا، خب سیستماتونو درست کنید. این اون چیزیه که میگنش فنس هوشمند یا هوملند سکیوریتی، سمارت هوملند سکیوریتی، که چون ترامپ آدم سمارتی نیست و اون دوستانی که فکر میکنن این بیزینسمن موفقی بوده، همه اینها دروغه. زمنان آقای فرخ وقتی راجع به لباس عوض کردن اون آخونده ما صحبت میکردیم، گفت در یه فیلمی خانم شهره آقداشلو زن یک افسری بود، اون افسرم هنبشه خیلی معروفیه، بگید بن کینزلی که اصلیتش هندیه، نقش گاندیرم بازی کرده بود، هنبشه بسیار توانا، یه فیلمی بود به نام خانه از شن و مه، یه چیزی اینجوری بود، House of Sand and Fog، حتما برید نگاه کنید دوستان. این داستان ایرانیایی رو که اولی که اومدن اینجا نمیخواستن قبول کنن مثل سوربی، نمیخواستن مثل پتیک عزیز قبول کنن که آقا من اگه کفش ملی کار کردم 12000 تا کارگر داشته، اینجا الان کفش ملی نیست، اینجا من هستم، زنم هست، دوتا بچه، باید برم به اصطلاح امنیت، آسایش، آرامش و تحصیلات اینها رو، بلند میشه میره کارگری، با افتخار چکش برمیداره، پتک برمیداره، میره درایوی رو میشکنه، سیمان رو میشکنه، سیمان میکنه، چی تعمیر میکنه. این افسر بیچاره میمد لباسش رو میپوشی، درست میگی آقای فرخ، من دیدم، میرفت تو هتلهای مختلف، میرفت تو کارخونه اینایی هست میان تو خیابون آسفالت میکنن، میدونید 800 درجه این آسفالت گرم، میان این بیچاره‌ها توی اون بخار استیمی که از روی آسفالت، یعنی از روی کمیکال، از روی پترولیوم بلند میشه، اینا وایسادن دارن با پارو اینا پارو میکنن، کار میکرد، بعد میومد خودشو تمیز میشست،
که تو آپارتمان که میره تا اونجایی که من یادمه فکر کنم حتی زنش هم نمیدونست که این چه کار میکنه. بعد تازه شبا هم اگه اشتباه نکنم میرفت یه گستیشنی کار میکرد، یعنی این نه روز داشت نه شب داشت. همه فیلم رو براتون گفتم و برید ببینید با این بدبختی ها رفت یه خونه خرید که یاد خونه شمال بیفته، که وقتی خونه داشت تو شمال بوی دریای خزر. ببینید چه داستانی و چجور این خانواده های ایرانی بعضی هاشون از هم پاشیده شد به خاطری که قبول نکردم. بهتون بارها گفتم خانم تو ایران، خانم سرهنگ تشریف بیارید اینجا، خانم تیمسار تشریف بیارید اونجا، اصلا چه کاره بود؟ خیلی از اینا بدتون نیاد، خیلی از اینا دختر دهاتی ها بودن که اینا وقتی به سوتوان بودن، سروان بودن، رفته بودن، گرفته بودن، آمده بودن، بعد حالا این همینجور رشد کرده بود شده بود تیمسار، خانمش هم همینجوری باهاش اومده بود بالا شده بود خانم تیمسار. آمدن خارج، آقای دیپرس افسرده، خانمه هی نشست نگاه کرد تو مهمونی ها که رفت دید اون فلانی 7 رقم آرامش و اینها. بعد خلاصه شروع کردن رفتن سر کار، آقایون عقب موندن. نه منو پتی، من اینجا با ساعتی 8 دلار شروع کردم رانندگی کامیون، با وجودی که وقتی خونم رو فروختم میخواستم این پول بذارم برم اینجا دندون سازی، بعد گفتم دیوانه من برم حالا گوادلاهارا کجا بود مال مکزیک، گفتم ولم کن. و افتخار منه چند مدت پیش دختر من، پسر من آمدن به من گفتن که بابا مامان ما از شما واقعا ممنونیم که از عمرتون از جونتون گذاشتید، ولی ما مثل هر آمریکایی 200,000 دلار 300,000 دلار الان بدهکار نیستیم برای دانشگاه. یه فیلمی هست به نام Adams Ruins Everything، یعنی یه سریالی تو تلویزیون، اینو نگاه کنید البته دیگه دیوونه میشید. این نشون میده میاد گریجویت که میشه، دانش پایان نامه که میخوان بهش بدن، وقتی بهش دست میدن میفته قش میکنه، چون یعنی 200,000 دلار شما بدهکاری. و این داستان این فیلم ها رو اینا رو ببینید. برگردیم به اون خانم، رفت آرایشگر شد، از صبح تا شب با این و اون صحبت، هی فاصله جدا، آقای هی نشست تلویزیون ها رو نگاه کرد تو ایران، هی نشست روزنامه خون، هی گفت که ای وای اونجا فلانی هم کشتن، دوستم هم کشتن، اونم کشتن، این دیپرس اون. خانمه برگشت گفت حالا شام چی پختی؟ گفت من بلد نیستم شام بپزم. گفت خب من اصلا نمیدونم تو رو برای چی نگه داشتم اینجا، پول که در نمیاری، شام هم که نمیپزی. طلاق. اینه که باید. و همین حسن روحانی که امروز آمده برای ما داره میگه آقا فیلتر نکنید اینستاگرام و اینا، همین پدر سوخته توی مجلس برید نگاه کنید که میگه حقوق اینا رو باید قطع کنید، چون اینایی که رفتن خارج دارن توطئه میکنن. حتی اینایی هم که تو ایرانن بازنشستهای مال چیزو میگفت، میدونید یه عده‌شون زود بازنشست کردن، گفتن نمیخوام خدمتتون رو چی بهش میگن باز خرید کردن، گفتن برید. یه عده‌شون هم مثلا میگفتن با 25 سال شما میتونی بازنشست بشی، با 20 سال میتونی بازنشست بشی، طرفم میگه خب بازنشست میشم هم با اینا نمیخوام کار کنم. حقوقاشون حسن روحانی قطع کرد. هی دوستان نگید نمیدونم جنبش بنفش، جنبش سبز، جنبش فیروزه‌ای، همه اینا یه پخی هستن. اون روز فرخ من گفت آقا ترکیت خوب شده ها. دوستان عزیز بس دیگه، سوختم، شعله رو خاموش کن. خدا رحمت کنه خانم مهستی رو، دوبار ایشون رو دیدم و جوکایی میگفت که من و شما مردا عرق به پیشونیمون میومد وقتی ایشون میگفت. خب برنامه‌های ما رو به دیگران معرفی کنید، خودتون در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بذارید اینجا یه جایی نوشته بودم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این شوخی نیست، برای خنده نیست. اون کسی که شوهر خالش جوابش نداده میتونه بیا برنامه بذاره تو تلویزیون، حالا به جای فیسبوک، ولی اولا فامیل شوهر خالت رو یاد بگی. یعنی آقای خوشنودی رو گرفتی به جای آقای خورشیدی. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. جمعه با شما هستیم، چه جمعه ای. در قسمت اول برنامه سربی با مردم با خانم شیوا محبوبی، در قسمت دوم برنامه به قول دوستمون آقای فرزاد نیساری نور علانور، من اینجا اون روز به عنوان مجری، چون این دو عزیز که هستن منم این وسط میخوام یاد بگیرم.
یکی از اینا رو با این کامپیوتر، یکی از اینا رو با این کامپیوتر. الان وقتی میگم آقای لادن میتونه محیط اینجا رو تجسم کنه و ببینه آقا اون خونه کوچولو که میرم باید هر روز چیزامو جمع کنم، دوباره هر روز چیزامو بیارم بالا، اب نداره، یه ورزشیه. در هر صورت اگر سوالی دارید از این دوستان میتونید یا با خودشون تماس بگیرید یا با از طریق فیسبوک، تلفن، تکس، ایمیل با من تماس بگیرید. سوالات شما و نظرات شما روز جمعه در برنامه مطرح میشه. روز روزگار بر شما خوش.